سلام آقای دکتر روحانی، خوب هستین شما؟ وقتتون بخیر. صدای من میاد؟ صدای شما رو من دارم، شما چطور صدای من رو دارید؟ من صدای شما رو دارم، خوبم دارم. من آماده هستم اگر بخوای شروع کنیم. بزرگوار شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین خبر فوری که امشب گفتگوی زنده ما با دکتر محسن روحانی رو میبینن. قراره که در مورد انتخابات ریاست جمهوری 1400 صحبت کنیم. همچنین به مخاطبین صفحه آقای دکتر هم سلام عرض میکنم و همینطور به کسانی که بعداً این گفتگوی ما رو خواهند دید یا قطعه هایی از اون رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنن. آقای دکتر سلامی بفرمایید و بعد بگید که از شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان چه خبر؟ هم سلام عرض میکنم، آرزوی قبولی اطاعت و عبادت شما و همه دوستان و برادران خواهر عزیز دارم که از این طریق هم ارتباط برقرار کردیم. امیدوارم که گفتگوی ما مفید فایده باشه برای همه دوستان. در لحاظ شورای سیاست‌گذار اصلاح طلبان که به عنوان جبهه اصلاحات فعلا انجام وظیفه میکنه یا همون نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان، بیشتر در صدد تهیه آیین‌نامه نحوه ورود به انتخابات، به این معنی که طبق تصمیمی گرفتم قرار تعدادی از نامزدهای اصلاح طلب رو دعوت کنن، برنامه‌اش رو گوش کنن و از بین این جمع اونایی که اکثریت قاطع در باغ اونجا مورد حمایت واقع میشن ازشون درخواست کنن که برون ثبت نام کنن. یه تعداد از دوستان نظرشونه که این رأی‌گیری بمونه بعد از تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، یعنی بعد از ششم خرداد، که در این صورت از بین کسانی که تایید صلاحیت شدن دعوت میشه برای دادن برنامه، قرار تا همین یک هفته تصمیمی نهایی بکنن و نظرش رو اعلام کنن. شد بسیار خوب. خیلی خبرهای انتخاباتی در اردوگاه اصلاح طلبان زیاد نیست. ما این دوره تکاپوی اصولگراها رو خیلی بیشتر داریم میبینیم. چطور بدنه اصلاح طلبان ناامید شده از این انتخابات یا موضوع دیگه در میانه که ما این پویایی لازم رو تو اردوگاه اصلاح طلبان نمیبینیم؟ خب در واقع مجموع شرایط حاکم بر کشور، از یک طرف مسئله کرونا باعث شده که ما خیلی از جلسات و سخنرانی ها که استانها باید میرفتیم در تهران برنامه میذاشتیم نمیتونیم بریم. من قبل از این شروع کرده بودم چند استان رفتم، استان زنجان، استان گرگان، گلستان و قم و مثلا قزوین رفتم، ولی خب این قضیه باعث شده که جلسات ما که نوعاً با حضور مردمه و بدون توسل صدا سیما با سایر امکانات دولتیه، طبیعیه که با مشکل کرونا مواجه شده و نمیتونیم با مثلا جمعیت زیاد و با تبلیغات برگزار کنیم. دوستان ما که الحمدلله صدا سیما رو دارن، راحتی میان اونجا صحبت میکنن و تعدادشون هم که مسئولیت دارن، عنوان مسئولیت چون استان‌ها میرن، شهرستان‌ها میرن، برنامه میذارن و طبیعی که فعالتره. یک طرف هم به هر حال چون ما حامی دولت آقای روحانی بودیم و تمام عملکرد دولت آقای روحانی به حساب ما نوشته شده، این دولت در دوره دومشون خصوصا بعد از قضیه بیرون رفتن آمریکا از برجام باعث شد که به هر حال مشکل جدی برای دولت هم پیش اومد. حالا ما در واقع بدون که خودمون سهیم باشیم در این مشکلات، باید پاسخگوی مسئله دولت هم باشیم. بنابراین این طرف اون شور و شوقی که سابق بوده مثل دوی خرداد مثلا یا در سال 92 وجود نداره. یک قسمتی هم برمیگرده به رد صلاحیت گسترده در انتخابات اخیر مجلس، یعنی مجلس 11 هم چون تأثیر خیلی وسیع در بدنه اصلاحات و آرای خاکستری ما گذاشته، یه نوعی مایوس شدن و نامید بودن از این که به هر حال ما نمیتونیم از طریق صندوق های رای و انتخابات به خواستان برسیم. شما میدونید که ما در تهران و خیلی از استان‌ها عملا به دلیل اینکه کاندیدای تعداد لازم تایید صلاح شده نداشتیم نتونیم پیش بریم و این خیلی در عمق جامعه اثر منفی گذاشت. بسیار خوب. و خاطرم هست شما گفتید که از حمایت از آقای روحانی پشیمان نیستید، الان هم حرفتون همینه؟ بله. ببینید تصمیمات سیاسی تصمیمات اقتضایی است، مثل مسئله شرعی نیست که مثلا حرام باشه واجب باشه. ما در اون شرایط به نظر ما بهترین تصمیم گرفتیم، در شرایطی که فکر میکردیم کشور شدیداً تحریم شده و تحت اصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفته و ممکن بود قطعنامه ها منجر به
ایجاد منطقه پرواز ممنوع در منطقه خوزستان بشه که قرار ما داشتیم و فکر میکردیم که جریان تندرو بیاد کشور رو ممکنه به سمت جنگ بکشونه. بنابراین در اون زمان ما تصمیم درست گرفتیم، نباید اون تصمیم غلط بوده. حالا بعدن بعد شانسی آورده آقای روحانی، مثلا ترامپ اومده و ترامپ از چیز خارج شده از برجام، یا فرض کنید که مشکلات دیگر اومده، حالا کرونا تمام کشور گرفته، نه تنها مملکت ما مسائل مملکت را، و دولت به دلیل تحریم مسائل دیگه نمیتونه به نحو مناسبی واکسیناسیون انجام بده. اینها درسته که برای تبعاتش به دولت و اصلاح طلبان برمیگرده، اما اینا رو نمیتونیم برگردیم عقب، به قول فقها میگن استصحاب قهقری کنیم، بگیم اون تصمیم اون زمان غلط بوده، باید بی تفاوت میشدیم. ما در اون شرایط بین نامزدهای موجود بعد از اینکه زمینه برای در واقع به میدان آمدن جناب آقای خاتمی و بعد جناب آقای هاشمی مرحوم فراهم نشد، ما بین کاندیدای موجود رسیدیم به در یه جمع‌بندی با آقای روحانی، بنده جزء مجموعه در واقع شورای حکمیت بودم. حالا بعدن مشکلات پیش اومد، ایشون هم مخصوصا از دولت دوم فاصله شون با ما بیشتر. شما نمیتونستید تو اون مرحله آقای روحانی رو قانع کنید که به نفع آقای عارف بره کنار که یک گزینه خالص اصلاح طلب در صحنه حضور داشته باشه؟ ببین اون زمان اون تعداد افرادی که استان و شهرستان رفتن، اینا 12 13 تا استان رو ارزیابی کردیم مجموعه، در اون 12 تا استان به صورت البته رندوم و اتفاقی بررسی که ما مجموعه داشتیم بود که آقای روحانی زمینش بهتر از عارفه، البته در سطح خیلی کم بود، به اضافه اینکه خود جناب آقای هاشمی و عقبه آقای هاشمی که بسیار مؤثر بود در این قضیه انتخابات، ایشون و بسیار نیروهای متمایل به ایشون مثل آقای ناطقوری و امثال دوستان آقای هاشمی متمایل به آقای روحانی بودن و عقبه ایشون قوی تر از آقای عارف شد و جنبدین هایی رسیدیم به آقای روحانی. بسیار خوب. و از همون موقع شما خاطرم هست که با حضور نظامیان در انتخابات مشکل داشتید. استدلالتون در برابر حضور نظامیان در انتخابات چیه؟ ببینید اداره کشور ما تجربه مختلفی داریم با حضور نظامیان، مثلا در ترکیه قبل از اینکه اسلامگرایان در ترکیه حاکمیت پیدا کنن، یا در پاکستان، در سوریه، در خود عراق، ما هیچ تجربه موفقی از حاکمیت نظامیان در این کشورها نداریم. نمیتونن با دنیا رابطه در واقع منطقی، رابطه سیاسی منطقی متقابل برقرار کنن. هر کسی برای کاری ساخته شده، کار سیاست برای سیاست مداراست، کار جنگ مال جنگ، مال افرادی که در جنگ ورزیدن. مثل اینکه در اداره جنگ بگیم بده پیشنماز مسجد، یه پیشنماز مسجد ممکنه برای منبر خیلی آدم مفیدی باشه، یه استاد دانشگاه ممکنه در تدریس حقوق خیلی موفق باشه، اما دلیل نمیشه که اون آدم موفقیه بگیم شما مثلا برو هواپیما رو مثلا هدایت کن. مثلا عرض میکنم نظامیان در حوزه خودشون میتونه آدم موفقی باشن. از اون طرف هم ما وصیت های حضرت امام رو داریم که اکیدن از ورود نظامیان در واقع برحذر میکردن جامعه رو، از خودشون را میفرمودن نظامیان در احزاب وارد نشن، در مثلا سیاسی وارد نشن. حتی اونایی که اون زمان تعدادی در سازمان مجاهدین انقلاب بودن، خاطر باشه امام فرمود یکی رو انتخاب کنید، یا در سازمان بمونید و فعالیت سیاسی بکنید، یا بیاد بیرون توی سپاه میخواهید بیاد توی سازمان نمونید. یعنی میخوام عرض کنم این دوتا این کار با هم جمع نمیشه. بعضی از نهادها مثل ارتش، مثل قوای قضاییه در همه کشورها اینطوری، اینا نهادهای اجماعی هستن. در امریکا هم همینه، در آلمان هم همینه، در هندوستان هم همینه. نهادهای اجماعی خودشون نباید یه طرف قضیه باشن در کشمکش‌های سیاسی. انتخابات طبیعیه که برد داره، برنده شدن داره، بازنده شدن داره. در انتخابات به هر حال بقیه مورد صحنه میشن، وقت ضرری که از ورود اینها به خود ارتش و خود سپاه، به خود بدنه اون اقتدار نظامی کشور وارد میشه، به نظر من خیلی بیشتره از محاسنی که میتونه از ورود یک نظامی آید کشور بشه. این تجربه در بقیه جاهای دنیا هم همینطور بوده، یعنی جواب معکوس داده و نتونسته موفق باشه در امریکا، در انگلستان؟ ما جای موفقی حداقل تو همسایه‌های خودمون سرجم، آره یه جا ممکنه عملکرد موفقی داشته باشن. شما ترکیه رو مقایسه کنید در زمان حاکمیت نظامیان، لحاظ اقتصادی که از وشکسته‌ترین کشورهای دنیا بود. پول ترکیه در زمان حاکمیت نظامیان که از بی‌ارزش‌ترین پول‌های دنیا بود، نمیتونستن با دنیا ارتباط برقرار کنن، آزادی‌های لازم نمیتونستن بدن، سرمایه نمیتونستن جذب کنن، و کودتا پشت کودتا و تمام احزاب را روزنامه را سرکوب می‌کردن. بعد از آنی که اسلام‌گرایان آمدن رو کار، الان ترکیه می‌بینید که
یه صفحش قدرت بزرگ اقتصادی دنیا شده و پول ترکیه یه پولهای با ارزش منطقه شده. ما تجربه خیلی نزدیک داریم، حالا عراق را شما دوره حاکمیت نظامی رو داریم، سوریه هم داریم و در پاکستان هم در دوره حاکمیت نظامیان میدونید که چطوری خفقان ایجاد کرده بودن، با کشورهای همسایه به جنگ کشیده شد و تلفات سنگینی بر خود سوریه و کشورهای همسایه وارد شد و جدا شدن در واقع بنگلادش و پاکستان شرقی هم در اثر من سیاست‌های غلط بود که اون دوره دولت نظامی ترکیه با همسایه‌اش در پیش گرفت. بسیار خوب. آقای محسن روحانی در انتخابات مجلس دهم فکر می‌کنم شما شرکت کردید اما تایید صلاحیت نشدید، درسته؟ در اسم من رحامی هست، آقای روحانی تکرار میکنم، رحامی ببخشید، مردم از آقای روحانی هم رنجیدن، یه موقع نسبت به ما رای ندارم. بله تنبول سعیش رحامیه. بله من البته رد صلاحیت هم نیمد، من خودم رابطه اون مجموعه بودم که برای لیست پیگیری میکردیم، جلساتی با شورای نگهبان داشتم، من رابطه اون مجموعه بودم، رئیس کمیته ائتلاف و رایزنی شورای عالی سیاست‌گذار اصلاح طلبها بودم، با آیت الله یزدی، با آیت الله مؤمن هر دوشون رحمت کنه، با بسیاری از فقها و مقدانا شورای نگهبان من جلسه داشتم. در روز آخر به من گفتن شما ستاد رو جمع نکن، ستاد رو همینطوری برافراشته به صورت نگهدار، ما ستاد اون تا آخر بود، ولی هیچ موقع نامه قطعی نیومد. من گلشم کردم در این ملاقاتی هم که خدمت خود مقامات رهبری داشتم، این گله رو خدمت ایشون هم ترک کردم، فرمودن که خب جواب شما چی شد، گفت من جواب من ندادم. ولی در انتخابات ریاست جمهوری 90 ایشون ثبت نام کردم، اونجا رسما انصراف دادم، اونجا به نفع آقای روحانی انصراف دادم. شما گفتگوی انجام دادید که دریافت کردید این پالس رو که میتونید تایید صلاحیت بگیرید که الان اعلام کاندیداتوری کردید یا مسئله دیگه در میانه؟ ببینید البته ما باید اون که به ما مربوطه بیایم فعالیت کنیم و اونایی که از ما میخوان به هر حال وارد صحنه بشیم، برنامه آماده کنیم. اون طرف هم به هر حال ارتباطاتی بوده، اینطور نبوده که هیچ ارتباطی نباشه و بخوایم به هر حال نوعی مثلا مقابله انجام بدیم با اون. در گذشته تلاشایی که صورت گرفته و تماسایی که من داشتم و به لحاظ قانونی، به لحاظ سوابق سیاسی، نوعا دوستان گفتن مشکلی نیست و من در واقع با اطمینان بیشتری الان وارد صحنه شدم و شما میدونید مدت ها من بعد از آن که پالیسی مثبت تا حدی از بعضی دوستان گرفتم و گفتن بعید مشکلی وجود داشته باشه، فعالیت ما در تهران و شهرستان شروع کردم و خودم فکر میکنم که علی‌القاعده باید یکی از اون کسانی باشم که در مجموع جریان اصلاحات مورد تایید شورای نگهبان. بسیار خوب، اگر موافقید بریم سراغ برنامه هایی که شما برای اداره کشور دارید و من میخوام از کرونا شروع بکنم. طبیعتا رئیس جمهور بعدی ما یکی از معضلاتی که پیش روی خودش داره کرونا هستش. چه برنامه‌ای برای اداره کشور در دوران کرونا دارید آقای رحامی؟ ببین کرونا میدونید که یک ابتلای جهانی اختصاص به ایران نداره، ما باید از تجربه های موفق سایر کشورها استفاده کنیم. به نظر من سیاسی کردن واکسیناسیون کرونا کار صحیح نیست و ما اگه بتونیم همون کاری که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان خودشون میکردن، یعنی از جاهای دیگه بعضا از یهودای اطراف مدینه یا یهودیان در واقع ساکن در خود مدینه مثلا دعوت میکردن برای بعضی از امراض مسلمان ها، ما پزشکان یهودی داریم که مدام مراجعه میکردن خود پیامبر را، خود ائمه را، یا در مثلا سایر تبادلات که داشتن. من فکر میکنم که ما علاوه بر این که به توان داخلی با تکیه کنیم، نمیتونیم تماشاگر باشیم که مردم ما مثل برگ خزان زمین بریزن، حالا معطل باشیم که این کشور بخریم یا اون کشور بخریم. من از جای رئیس جمهور بودم، در واقع وزیر بهداشت مأمور می‌کردم و سایر همکاران به هر قیمتی از هر جای دنیا شده به هر قیمتی برای مردم واکسن تهیه کنند، چون مردم وقتی جانشون در خطر باشه، وقتی عزیزاشون، پدرشون، جوانشون، همسرشون جلوی چشمشون پرپر میشه مثل برگ خزان می‌ریزه، بعد از اون سیاست‌های دیگر من، سیاست توسعه من، سیاست سیاسی من، سیاست انقلابی من به چه درد من مردم می‌خوره. من اگر خدا توفیق بده این بحث سیاسی کردن علم و سیاسی کردن بهداشت رو جمع میکنم تا اونجایی به من مربوطه و نگاه سیاسی به بهداشت، نگاه سیاسی به درمان، نگاه سیاسی به زندگی مردم، همونطور در مصاحبه ها گفتم،
قبلا مثال چین رو زدن، مثال مالزی رو زدن، مثال ویتنام رو زدن، اینها به لحاظ سیاسی با مثلا امریکا با کشورهای غربی درگیر جنگ بودن. سنگین ترین جنگ را هم در تاریخ بشریت ژاپن داشته، مثلا با امریکا دو از شهرهاش هیروشیما و ناگازاکی با مرانش اتمی شده و هیچ کشوری در دنیا مثل ژاپن از امریکا صدمه ندیده. ولی جنگ که تموم شده در دوران صلح، کشور را باید با قواعد صلح اداره کرد. علم اختصاصی به یک کشور نداره. تکنیک سرمایه جهانی است، میراث جهانی است. تکنیک پزشکی باشه، تکنیک هواپیماسازی باشه، تکنیک کشاورزی باشه، در واقع اینها دستاوردهای بشریت و میراث جهانی بشریت. باید علم را از هر جایی که وجود داره، تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه، همون برید بالا در چین باشه، علم را دریابید. به نظر من نگاه سیاسی کردن و بعضی گزارش‌هایی که من فکر می‌کنم که بعضی از مقامات مسئولین سطح بالای کشور میدن، باعث شد کشور به این صورت، به این وضعیت در بیاد که ما به لحاظ واکسیناسیون از کشورهای همسایه خودمون مثل ترکیه، حتی من نمیگم حالا آلمان یا مثلا امریکا، نه، از ترکیه هم به مراتب عقب‌تریم. الان کشورهای همسایه بعضن 20 تا 30 درصد واکسیناسیون انجام دادن، ما هنوز زیر 1 درصد جامعهمون واکسیناسیون انجام گرفت. و در حوزه اقتصاد چطور آقای رحامی؟ در حوزه اقتصاد هم به نظر من گیر ما قبل از اون که گیر اقتصادی و در واقع فنی باشه، یه بخش عمدهش گیر سیاسیه. ببینید، هیچ کشوری با بستن دروازه ها و محدود کردن تمام مبادلات سیاسیش به داخل نتونست اقتصاد حل کنه. ما مثلا کوبا را مقایسه کنید، در این دوره‌ای که حاکمیت دولت انقلابی کوبا بوده، چطوری پول کوبا بی ارزش شد، چطوری مردم شورشان زست دادن، شروع کردن مهاجرت کردن. مدلی که بنده رفتم مطالعه کردم در سفرهای قبلی، البته من دو سه سالی رفتم در آلمان بودم، یه تعداد ایالتهای امریکا رفتم موردی مطالعه کردم، غیر از مطالعات نظری ها رفتم ایالتهای مختلف چین در چند استان مهمش مطالعه کردم، مالزی را مطالعه کردم. اینا در واقع چین بعد از اون که در واقع اون حالت انقلابیشون رو بعد از آقای ماو تبدیل کردم یک روابط خارجی خوب، اواخر چونلای و اوایل دینگ شیاپینگ، شما نگاه کنید، سرمایه خارجی را دعوت کردن، سرمایه را تضمین کردن، صنعت امریکایی، صنعت آلمانی، صنعت ایتالیایی وارد چین شد، وارد ویتنام شد، وارد مالزی شد، با صنعت و تکنیک جهانی و با تضمین برگشت سرمایه و سود متعارف بین‌المللی کشورشون را یه جایی رسیدن. کشوری مثل چین که بیشتر فقر را داشت، بیشتر درصد بیکاری داشت، امروز داره از امریکا جلو میزنه و به قدرت دوم اقتصادی جهان تبدیل میشه. بله. در مصاحبه قبلی گفتم از این مدل ها باید استفاده کنیم، از زندگی مردم ها از طریق دعوت از سرمایه‌داران خارجی. ما سرمایه‌دار ایرانی مون هم حاضر نیستن چه سرمایه‌گذاری کنن. شما میدونید که یکی از بزرگترین خریدارهای مسکن در استانبول و بعضی شهرهای ترکیه ایرانی هستن. اوناش انجام میدارن اونجا. میبرن به گرجستان، میرن ارمنستان، در دبی. ما نتونستیم سرمایه خارجی را جذب کنیم، بلکه سرمایه‌داران داخلی پولاشو برمی‌دارن میبرن از کشور علاوه بر سرمایه‌های انسانی. این حالت، این نگاه باید حل بشه. ما با دنیا باید روابط صحیح اقتصادی و علمی داشته باشیم. این به این معنی نیستش که میگن از اون شعارهای ما استقلال آزادی چی میشود. اگر هندوستان که روابط صحیح دارد، مگر ژاپن یا مثلا مالزی یا عرض فرمایید کشوری که مثال زدم روابط صحیح با دنیا داره، کدوم از اینا استقلالشون به هم خورده؟ چی الان میتونه بگه مثلا هندوستان یا چین یک کشور تحت استعمار مثلا امریکاست؟ ببین، این نگاه های ایدئولوژیک، نگاه های سیاسی به زندگی مردم و به نظر من عدم شناخت کافی از روابط بین الملل که از اول انقلاب شروع شده، این اختصاصی به الان نداره. ما به جای اینکه در اول انقلاب بیایم کشورهای همسایه سفیر صلح بفرستیم، به خود آمریکا سفیر صلح بفرستیم، مثلا عربستان بدونم کشورهای همسایه خود و مسلمان سفیر صلح بفرستیم، با یک اقدام نسنجیده با تصرف لانه جاسوسی آمریکا کشورمون رو به گروگان آمریکا درآوردیم و 40 ساله داریم تاوانش رو بس میدیم. بعدم تصرف سفارت انگلیس، بعد تصرف سفارت عربستان. مثلا ببینید،
این برخوردهای سیاسی یه حرکتی میشه، چهار نفرم شعار میدن ما فکر کنیم آدم حرکت انقلابی انجام داد، ولی تباتش به این برمیگرده که جوانهای ما برای پیدا کردن کار باید مهاجرت کنند. بر اساس بعضی از آمارهای غیر رسمی نزدیک به 5 میلیون ایرانی که اکثرا نخبه و تحصیل کرده هستند از کشور در این مدت مهاجرت کردن، رفتن به ترکیه، رفتن به اروپا، رفتن به کانادا، امریکا. این باعث شده که کشور، تا اینا رو ما حل نکنیم، تا کشور را امنیت اقتصادی، امنیت منابع انسانی، امنیت منابع سرمایه‌گذاری ایجاد نکنیم و رابطه صحیح نداشته باشیم، ما دنیا به نحوی که کالای ما، کالای تولیدی ما باید در دنیا بتواند رقابت کنه، قابل عرضه باشد. شما میدونید ما صنایعمون رو با کره جنوبی شروع کردیم، ما وقتی پیکان شروع کردیم سال 47-48، یه سال بعدم کره جنوبی شروع کرد. الان ما کجای کاریم و کره جنوبی کجای کاره؟ من فکر میکنم که با شناختی که من از اوضاع منطقه و داخل دارم و با اعتمادی که به توان نیروهای داخلی دارم، از کردم جهانی ببینیم و جهانی فکر کنیم و ایرانی عمل کنیم و تجربه که رفتم تو این کشور از نزدیک یاد گرفتم و مطالعه کردم سالهای سال، در حال که خودم دو دوره به هر حال در مجلس، در کمیسیون بودجه بودم در زمان جنگ، در سخت‌ترین شرایط کشور، در بودجه ریزی کشور از نزدیک حضور داشتم، بر اساس اطلاعاتی که از منابع داخل داریم من فکر می‌کنم بتونم برنامه‌ی من که مدت‌ها دارم کار می‌کنم بتونم بخشی از مشکلات اقتصادی کشور رو در شرایط پس از کرونا حل کنم. ایشون آقای رحامی، این دیدگاهی که شما در حوزه ارتباطات بین‌الملل دارید، میگید توی این 8 ساله منتقدینی معتقدن که آزمون خودش رو پس داده و نتونسته شرایط اقتصادی ما رو بهبود ببخشه و اون چه الان داریم تجربه میکنیم حاصل همین نظریه در حوزه ارتباطات بین‌الملله و نگاه ما وقتی به بیرون از کشور باشه اونها معتقدن که همین وضعیت پیش خواهد اومد. پاسخ شما چیه؟ نه، در این 8 سال که اولا دولت آقای روحانی که چون این نگاه به این وسط نداشتن، چرا دولت آقای خاتمی تا حدی تونستن این نگاه ایجاد کنن و خیلی موضوع رو بروز کردن. آقای خاتمی به جای برخورد تمدن ها بحث گفتگوی تمدن ها رو مطرح کرد. آقای خاتمی مطالبی رو در سازمان ملل مطرح کردن که موجب باعث اقبال عمومی شد، موجب اقبال مردم ایران شد. ما در این فاصله 7-8 سال اخیر ملاحظه کنید که با کدوم یکی از کشورهای همسایه رابطه صحیح داریم. ما بدترین رابطه رو با عربستان داریم. اما خب مهمترین پاشنه آشیل ارتباطات بین المللی مون آقای رحامی که ارتباط با آمریکا بوده، تو این 8 ساله یه گام مهم براش برداشته شده، برجام امضا شده و بالاخره بسیاری از این اتفاقات جلو رفته. خب سیاست ما نذاشت که طرف مقابل هم وارد این بازار بشه. برجام یعنی یک قرارداد دو طرفه بود. معنیش نبود که ما پولامون آزاد بشه، ما هیچ مشکلی با ارتباط با دنیا نشه باشیم، ولی بازار ما در مثلا اختصاصی کالای چینی باشه. ما با غرب و خصوصا با امریکا رابطه اقتصادی صحیح برقرار نکردیم. امریکا رو نگاهمون از اول نگاهی بوده که مثلا اول انقلاب داشتیم. ما هنوز مرگ بر امریکا که در هیچ جای دنیا مرگ بر ایران نمیگن، حتی در اسرائیل من شنیدم هیچ کسی مرگ بر ایران نمیگه، ولی ما این نگاه در واقع ترد کردن، نگاه فاصله گرفتن و دشمن محوری باعث شده که بیشترین توان ما در این حوزه هضم حل شده. اون چیزی که من عرض می کنم این نیستش که عرض فرمایید که فقط از شعارها از بین بره، نه، با مثل مثالی که زدم، مثل چین هم مثال زدم، دعوت کنیم در واقع صنایع درستی بیاریم، صنایعی که قابل رقابت باشه، در مرحله اول مونتاژ و بعد راه انداختن صنعت داخلی. اگر قرار بود جواب بده بدون تکیه به خارج باید جواب میداد. الان محصول شده پرایدایی که قاتل جون مردم شده. ببینید ما پا به پای کشور دنیا، نه دانشگاهمون جلو میره، نه صنعتمون جلو میره، نه کشاورزیمون جلو میره. دنیا تعامله، مثل یک دهکده است. شما نمیتونید داخل خونتون همه چیز رو خودتون تولید کنید. هیچ کشور این کارو نمیکنه. آمریکا چیزا رو تولید میکنه، مثلا به چین میفروشه، در همون سال هم 700 میلیارد دلار از چین کالا وارد میکنه. متقابل عرض کردم. همونقدر که آلمان به چین کالا میفروشه، همونقدر هم چین در واقع از چین کالا وارد میکنه. یه جای گندم میخرن در مقابل مثلا شکر میدن، یه جای ماشین میدن در مقابل دارو میخرن. هندوستان مثلا دارو میده در مقابل مثلا موشک میخره. این تعامل جهانی را ایران نتونسته برقرار کنه. شما میدونید الان هواپیمای ما
در واقع نسل‌های قدیمی است، غیر از چند مورد که اخیراً بعد از برجام تونستیم بخریم، دیگه نتونستیم بخریم. هواپیمای ما، صنعت ما، که حتی اداره کشاورزی ما، من امروز با آقای دکتر فانی که در حوزه آموزش پرورش مشاور بنده هستند، داره برای وزارت آموزش پرورش برنامه‌ریزی می‌کنه، جلسه مفصلی باز داشتم. ایشون حرفش این بود که حتی اداره آموزش پرورش ما، مدل اداره ما به عنوان کسی که وزیر بوده و از قدیمی‌های آموزش پرورش هست، مدل اداره زمان قاجاره. ما اداره کشورمون بر اساس مدل اواخر قاجار داره اداره میشه. یک در واقع سازمان اداری بسیار وسیع و کند و تنبل و گسترده که بودجه کشور میبلعه، وقت صنایع وابسته به دولت، صادرات واردات وابسته به دولت، دخالت بیش از حد دولت در زندگی مردم، صنایع ما را، تولید ما را فلج کرده. من که عرض میکنم بر اساس مدل های اداره جهانی، همینطور که ما در امر پزشکی دیگه الان نمیریم مثلا فرض کنیم روغن بنفشه استفاده کنیم، سعی کنیم از آخرین دستاورد های تکنیک بشری استفاده کنیم، همینطور که در حوزه مثلا هواپیما، موشک تلاش می کنیم که آخرین تکنیک استفاده کنیم، اداره کشوری امر بشریه، یک تجربه ای هست که در جهانیه. ما باید مدل های اداره بشر که در کشورهای پیشرفته صورت گرفته، تجربه شده، بیاریم اداره کنیم. معنیش این نیستش که وابسته اون بشیم، نه، الگو برداری. اون فرمایش پیامبر اکرم که فرمود اطلب العلم ولو کان بالسین، معنیش نبود که مثلا دین چینی ها رو بیاید اونا مثلا فقط بودایی بودن شام بودایی بشه، قطعا منظورش این نبوده. الگو برداری از روش های صحیح اونا. ببینید در آلمان جمعیتش به اندازه ایران، من چون چند سال در ایالت های مختلفش مونم عرض میکنم، کمترین دولت را و جمعی جورترین دولت را اداره کشور خیلی خوب اداره میکنه. دولت ما یک دولت فشل، سازمان دولت عرض میکنم، نه به معنی دولت منی اخص، دولت فشل و گسترده تا حدی هم فرسوده شده، تا به کشیدن این لوکوموتیو به اصطلاح پوسیده، تا به کشیدن این بدنه قطار رو نداره، جامعه رو نمیتونه حرکت بده، نه صنعت میتونه حرکت بده، نه کشاورزی رو. من اگر توفیق پیدا کنم یک دولت چابک، دولت کارکشته بر اساس مدل هایی که مطالعه کردم درست میکنم، سازمان هایی که موازی ایجاد شده و این سازمان ها بودجه عظیم امریکا میبلن، نزدیک 90% بودجه کشور را سازمان های در واقع گسترده، یعنی بودجه جاری میبلن، هیچ چیزی برای تولید و برای کار عمرانه نمیموند، اینا رو منحل میکنم، کوچیک میکنم سازمان رو، چابک میکنم، بعد صنعت رو در واقع صنعت رو و در سازمان اداری رو همین رو بازسازی میکنم، نونوارش رو مثلا میکنم بر اساس همین مدل که رفتم مطالعه کردم. من درسته که شاید از ذر عمومی تصور کنن چون روحانی هستم علاقه همش باید تو حوزه باشم، من خودم میدونید که رشتم مهندسی بوده، اول مهندسی خوندم بعد اومدم رفتم مثلا او خوندم و بعد از دکترام رفتم دوره تخصصی رو در همین کشورها دیدم، مدل های مختلف هم مطالعه کردم. من بخش عمده عمرم در تحقیق و مطالعه کشوری مختلف بوده و اگر توفیق بشه میخوام این تجربه رو بیارم برای وطن خودم استفاده کنم. خیلی هم عالی. یه نکته ای رو توی مطالب شما در اینستاگرامتون داشتم میدیدم، برام سوال شد، اون هم این که آقای رحامی در واکنش به اون روحانی که در برنامه زاویه شبکه 4 به آقای دکتر روحانی رئیس جمهور مطالب تندی رو عنوان کرده بود، شما خواستار مجازات اون شده بودید و حالا بندهای قانونی مجازات تعزیری اون ماجرا رو هم بیان کرده بودید. معمولا اصلاح طلب ها به سعه سر تو این موارد بیشتر شناخته میشن و اینکه طرفدار این هستن که این بحث ها آزادانه تر گفته بشه، حتی اگر گاهی با تندی همراه باشه. بله ببین، من تو نگفتم ببرید اینا مثلا مجازاتش کنید، گفتم این عمل ایشون مجرمانه است و چون این ایشون با لباس روحانیت این کار کردن، این لباس روحانیت و این عمامه که ما گوشیم سرمون مسئولیت که برای من نمیاره، که ما چون روحانی هستیم یعنی فوش بدیم آزادی، هم که شما فرمید در هیچ جای دنیا آزادی را به معنی آزادی در توهین، آزادی در فحاشی و حد کلیسیت هیچ همچین تعریفی نمی کنه. نه شریعت ما همچین آزادی را تعریف کرده، نه قوانین جدید، نه حقوق بشر. آزادی یعنی عقیدت بیان کنی. فحاشی توهین کردن از همه قبیحه، از روحانی ها قبیح تر است. حضرت امام صادق علیه السلام از اصحابشون فرمودن که شما حواستون باشه، شما این کار خوب انجام بدید، همه تعریف میکنن، میگن امام صادق تعبیرشون جعفر ابن محمد چه شاگرده خوبی تربیت کرده، من افتخار میکنم، ولی شما کار زشت انجام بدید از بقیه ممکنه فرض فرمود که بخشیده بشه، از شما بخشیده نمیشه، میگن شاگردای جعفر ابن محمد هم. ببینید و
بعض از روحانیون ما طوری اقدام میکنن که باشه حد کیفیت خود روحانیت میشه و فکر میکنن چون مثلا مخالف آقای روحانی هستن، امروز هم مد شده برای انقلابی بودن باید دولت فوش بدیم، ما هم انتقاد داریم به دولت، ما بقیه هر کاره ممکن انتقاد داشته باشیم. من وقتی از ملاقات های که خدمت مقام محترم رهبری داشتم، ما چندی ملاقات در گذشته داشتیم، یه بار خدمت شده که در دانشگاه ما میریم و انتقادهای وارد میشه، بعضیش به خود شما برمیگرده. ایشون فرمودن که هر انتقادی باشه با آغوش باز من پذیرا هستم، حتی فرمودن که در مصداق ولایت فقیه انتقاد باشن پذیرا هستم. بله ممکنه کسی انتقاد به اداره کشور، به رهبری داشته باشه، به رئیس جمهور داشته باشه. انتقاد در دین ما پذیرفته شده، در قوانین پذیرفته شده و به تعبیر امام فرمود از نعمت‌های الهی است. انتقاد باعث اصلاح امور میشه. اما اون چیزی که من عرض کردم، فحاشی کردن، توهین کردن، به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به هر کس، چه رئیس جمهور باشه، چه مقام معظم رهبری باشه، چه شخص عادی باشه، ما قیهانت به هیچ کسی نداریم. و اون چیزی که اون برادر محترم انجام داده بود از مصادیق بارز مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی بود. من عرض کردم اگر ما مقایسه کنیم با قانون، این کار مجرمانه است. و چون دیگران میگن که شما هر کسی دیگر یک کاری میکنه ایراد میگیرید، ولی وقتی روحانی این کارا رو میکنن سکوت میکنید، من خواستم عرض کنم که نه، ما خودم اتفاقا خیلی مقیدیم. یعنی بعضی کارها از مردم ممکنه تخلف محسوب نشه، یعنی مردم از کنارش عبور کنن. ببین یه نفر اگه سر خیابون مثلا ایسته، مثلا تخمه بشکنه، مردم رد بشن نمیگن چه اینجا واسده. اما یه روحانی اگه سر کوچه بیسته، مثلا واسه اونجا فرض کن تخمه بشکنه، نمیدونم آدامس بجره، یه کاری حرام که نیست، ولی خلاف شؤون یه همچین مقامیه. من حتی یادم از سابق در قم در ما خداوندتون رحمتونشون میفرمودن مثلا در غذاخوری های بیرون ما شما غذا نمیخوردیم، تعمد خلاف شون روحانیت بره مثلا در رستوران غذا بخوره. حتی در هم عفی هستن، یعنی روحانیت خیلی دقت میکردن. لذا وقتی مردم روحانی میدیدن میگن این دیگه مجسمه اعلای اخلاق است، مجسمه اعلای طهارته. ما در مجلس اول دوم بودیم، خیلی نکته دقت میکردیم که رفتارمون طوری بشه منطقه میریم. در حال من 8 سال نماینده مردم منطقه زنجان و خداوند اونجا بودم، طوره نباشه فکر کنن زندگی ما با قبل از نمایندگی تفاوت کرده بین به حساب روحانیت بذارم. همه دوستا میدونن من مثلا با پیکان میرفتم و تا آخرم با همون پیکان زندگی رو اداره کردم، اکثر ما خودم رانندگی میکردم. مجلس بعد از قضایای هفته تیر گفتن شما محافظ داشته باشید، اجباری بود دیگه. تا اون موقع ما خیلی دقت نمیکردیم، رعایت نمیکردیم. من به برادرانی که از سپاه و از حفاظت داده بودن گفتم خواهش دارم که جلوی مردمیت اسلحه‌تون نشون ندید، یه جایی بذارید مثلا مخفی باشه، احساس نکنن که حالا مثلا یه روحانی دو تا مسلح اش دادن میخواد مردم تبختر بفروشه. ما رفتارمون طوری باید باشه که مردم با دیدن ما بیاد اخلاق کریمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیفتن، بیاد اخلاق کریمه امام صادق بیفتن. ما میخوایم بگیم که در عین حال سرباز اونام هستیم، در واقع مجسمه رفتاری اخلاقی، رفتار مثلا اخلاق حسنه پیامبر هستیم. وقتی یه روحانی میاد یه رفتار خارج از ضوابط میبینه، از دوستان خودش باید اعتراض کنه، باید به جامعه بگه که ما فحاشی رو، توهین رو از هیچ کسی نمیپسندیم، از روحانیت بتریقون. به جلسه ای که با رهبری داشتید اشاره کردید، این در قالب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بود این جلسه یا ترکیب دیگه ای رو داشت که خدمت رهبری رسیده بودید؟ میگید آخرین جلسه ای که داشتید کی بود و چه موضوعاتی مطرح شد؟ البته ما که یک بار درفتیم خدمت شما، ما مواردی بوده که به عنوان جمعی از اساتید دانشگاه ها جلوتر خدمت شما هستیم، دو سه سری بود در قالب عنوان مسئولین کشور. یه وقتایی هم که من عنوان حاکم شهر عبور اراضی پوششینا و کم زمین ها و بی زمین ها رو شناسایی میکردن استان زنجان و برشون با هم جور میکردیم، تراکتور جور میکردیم، کار ایجاد میکردیم براشون. اون قضیه دوبار رفتیم خدمتشون گزارش دادیم. گزارش آخری که اشاره کردم من ملاقات سه سال خورده پیشه در اینجا، در واقع نه به عنوان نماینده مجموعه، بله طبیعی است که در بین جریان اصلاحات در داخل جریان گفتمان های متعدد وجود داره. خود این گفتمان اصلاحات در داخل خودش طبیعی است که یک گفتمان نیست، بعضی جریان ها به هر حال بعضی جریان خیلی تندتر هم، ولی همه مثل جریان اصولگرا دیگه، اونا در داخل خودشون گفتمان متعدد هست. بنده با مجموعه دوستان روابطی رو که از زمان مجلس با
مقام محترم رهبری داشتن، نماینده بودن ایشون و قبل از اونم در حزب جمهوری خدمتشون رفتومت داشتیم و آشنایی داشتیم. اون رابطه را در زمان ایشون رئیس جمهور بودن و من نماینده مجلس بودم کنارا ملاقات داشتم خدمتشون. بعد از رهبری هم این فرصت فراهم شده که هم خدمتشون برسیم، هم ارتباطمون رو با اون کسانی که به هر حال ایشون متصل هستن مشاوره ایشون داشته باشم. من تلاش این بوده که گزارش های وضعیت جامعه و مخصوصا دیدگاه های اصلاح طلب ها را از زبان خود ما بشنوند. اصرار ما این بوده که گزارش های ما معنی واسطه نرسه. ازا من در اون آخر ملاقات گزارشی از استان های مختلف از جمله از کرمانشاه، از خوزستان، از سیستان بلوچستان، کردستان، مناطق غربی، از مشکلاتی که استان های مرزی دارن، بحث مهاجرت، بحث بیکاری رو گزارش دادم خدمتشون که سفر کرده بودم، تقریبا گزارش مصحح کرده بودم. قدیم راجع به رابطه اصلاح طلب ها وضع نقدایی که به اداره کشور هست ما بیرون خوب کمتر عرض میکنیم. بعضی از سفرهایی هم که به امریکا و چین داشتم در اونجا تلاش کردیم قانون مجاز اسلامی رو در چین متن انگلیسی رو به زبان چینی برگردونیم و چند کاری که در اروپا انجام دادم چاپ کرده بودیم خدمتشون گزارش دادم. چند مورد کارهای خودم بود، بخش مال کارهای پدر بزرگ که از علمای زمان مشروطه بود و فکر میکردم ایشون علاقه‌منده، خدمتشون کارهای جدیدمون عرض کردیم که اونا زبان عربی بود و بعدن دفترشون از من خواستن خدمتشون من ارسال کردن. توی ملاقات ما تلاش مونه که نشون بدیم ما اصل نظام، اصل حکومت را، قانون اساسی را قبول داریم. اگر انتقادی هم داریم انتقادات به روش مدیریت و عملکرد مسئولینه. بعضی گزارشایی که نسبت به جریان های اصلاحات مطرح میشه گاهی بعضی دوستانم اصلا صحبت های تندی میکنن که این تصور پیش میاد که اصلا این شکاف جدی در وسط اصلاح طلب ها با حکومت هست، ما نباید بذاریم این برداشت را بیرونی ها بکنن، فکر کنن یک شکاف عمیقی مثلا در داخل کشور است. به هر حال ایشون ستون وسط خیمه نظام هست، من خدمتشون عرض کردم. به هر حال آسیب به ایشون، آسیب به اساس جامعه است، اساس نظام هست. در این حال هم به مدیریت کشور انتقاد داریم. این دو تا قابل جمعه. فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه است که بفرمایید که انتقاداتونو سریع به من بگید و فکر نکنید که حالا من مثلا خلیفه هستم از تخلف یا از اشتباه مسئول هستم. دعوت میکنه میگه بیاد به من بگید. ما همین مشی را زمان امام هم داشتیم. من در زمان امام چند مورد پیش اومد، وقت گرفتم خدمتشون رفتم. خصوصا من میخواستم گزارش هایی که در این چند کشور پیش اومده بود و کاری که انجام شده بود خدمت رو عرض کنم و در این حال هم گفتم که من علارغم این که پیگیری پرونده های سنگینی را لازم وکالت در کشور داشتم، در جریان اصلاحات، در قضیه کوی دانشگاه، در قضیه آقای عبدالله نوری، خیلی از جریان ها میدونید که وکیلش من بودم، آقایان روحانی که دادگاه ویژه کارشون کشیده میشد، ایشون عرض کردم که من تاکنون یک مورد اینا را در رادیو خارجی در این سفرها که داشتم بیان نکردم، ولی خود شما خدمتتون میام بیان میکنید. ما در این که به بعضی از جریان امور انتقاد داریم، ولی نباید طوری انتقادان مطرح کنیم که در بیرون در واقع این تصور پیش بیاد که شکاف عمیقی بین جریان‌های اصیل اداره‌کننده کشور وجود داره. بسیار خوب. و یکی دو تا از اون انتقاداتی که تو اون جلسه مطرح شد رو میگیر و واکنش رهبر انقلاب در برابر اون انتقادات چی بود؟ بخشی از انتقاداتی ما قبلا هم نوشته بودیم، بعد از اون هم خدمتشون فرستادیم مکتوب و در حال مشاورینشون هم من عرض کرده بودم قبلا، من جلساتی که با بعضی از مشاورینشون داشتم جلوترا، یه بخشی به عملکرد شورای محترم نگهبان بود که ما قبلا هم مفصل با آقای مومن و آقای یزدی رحمت الله تعالی علیهما در قم گفتن و به شما عرض کردم که یه جلسه نزدیک 4 ساعت من خدمت آقای مومن داشتن. من فکر کنم خیلی از نیروهای وفادار به انقلاب، وفادار به نظام، تجربه خوبی هم در اداره کشور دارن، با تفسیرهایی که از نظارت به عمل میاد به عنوان نظارت استثنایی در امثال اون، از حضور در مجلس در مرکز قانون‌گذاری محروم شدن. یعنی عملا در واقع مملکت و مردم از تخصص اینا، از خدمت اینا محروم شده. یعنی ما در واقع کشور را محروم کردیم. عرض کردم که همه ما وقتی مجلس رفتیم، بنده مثلا 26 تانه بودم مجلس رفتیم و امثال ما افرادی که رفتن تجربه کسب کردن، هم سوادشون هم تجربهشون توانشون بیشتر شده، ولی فعلا خیلی جاها در واقع امکان بروز و ظهور این توانایشون فراهم نمیشه. در مورد اداره کشور نهادهای موازی که هزینه‌های بسیار سنگینی را بار میکنه
در مورد بعضی از مناطقی که من فکر کنم در توزیع بودجه عدالت کیفی حداقل، حالا اگر کمی هم نگیم کیفی، صورت نمیگیره. من روی مهاجرت خیلی حساسم، چون روی موضوع مهاجرت عنوان متخصص جامعه شناسی کار کردم. شهرک های بزرگی در اطراف تهران، کرج، قم، عراق، این شهرهای مهاجرپذیر درست شده. مثلا شما در همین جاده ساوه شهرکی داره که مثلا اکبرآباد، میدونید که یه روستای 20,000 30,000 نفری بوده، الان از 700 800,000 جمعیت داره. اینا مردم بودن که در شهرهاشون اگر صنعت میرفت سراغ شهرهاشون، اگر اقتصاد میرفت سراغ شهرهاشون، اگر اشتغال میرفت سراغ شهرهاشون، تو شهرهای مرزی مناطق مختلف بودن، مخصوصا مناطق حاشیه‌ای، مناطق زاگرس‌نشین، شمال غرب ایران، غرب ایران، جنوب غرب ایران، جنوب شرق ایران، اینا مهاجرت میکنن از شهرهاشون، از خونه هاشون. و از اون طرف هم به دلیل اینکه فضای جذب فراهم نیست در بعضی از وزارت‌ها، اداره‌ها، برخوردهای قبیلگی صورت میگیره، به صورت قبائلی در واقع، حالا چه اصلاح طلبش گاهی چه اصولگراش فرق نمیکنه، به صورت قبیله‌ای برخورد میکنن. جوانهایی که به این قبیله ها، به این محفل ها وصل نیستن، هیچ جای تو این کشور ندارن و مهاجرت میکنن. من در اون سفرهایی که مثلا ایالت اورگان امریکا داشتم، مدتی هم تدریس داشتم در دانشگاه پورتلند ایالت اورگان، جوانهای زیادی برخوردم که به صرف یک برخورد گزینشی، یک برخورد در فلان اداره، که مثلا پدر شما کجا بوده، مادر تو یه بار در رستوران نمیدونم رو سرش افتاده، مهاجرت کردن رفتن پورتلند امریکا، اونجا داره شهرداری اداره میکنه، داره محیط زیست اداره میکنه اونجا. شما هر کدوم شهرهای امریکا و اروپا برید، کانادا برید، صدها جوان تحصیل کرده ایرانی میبینید تو این کشور که آب و خاک با علاقه درس خوندن، در دانشگاه شریف فارغ التحصیل شدن، در بهترین دانشگاه کشور با بودجه مملکت درس خوندن، با برخوردهای نامناسب، با در واقع روش های تردی که در ادارات وجود داره، اینا برای آینده کشور خطره که رها کردن رفتن. از اون طرف عرق ملی را من بارها عرض کردم، کشور دو محور لحاظ فرهنگی داره برای جذب جامعه، که دین، فرهنگ دینی ماست، یکی فرهنگ ملی ماست. برخوردهایی که با ملیت میشه، با عرق ملی میشه، به نظر من آسیب میزنه. ما به تدریج طوری با مردم برخورد میکنیم انگار یه ملت بی‌ریشه‌ای بودن، مثلا غیر مسلم بودن، نمیدونم یه ملت بخش غیر متمدن بودن، از دل خاک مثلا یا اسلام اومده، عرب ها اومده، ما تمدن پیدا کردیم. ما یه ملت با فرهنگی هستیم، زمینه فرهنگی ما، عرق ملی ما با تقویت بشه، حتی اگر جوانی به مذهب، به دین هم اونچنان پایبند نباشه، به عنوان عرق ملی باید بگه من این کشور درس کنم، باید بمونم کشورمو درست کنم. اون چیزی که مثلا کره جنوبی داره، شما میدید کره جنوبی کمترین میزان مهاجرت به خارج داره. یکی از دلایلش اینه که از زمان دبستان و پیش دبستان عرق ملی و وفاداری به وطن را تقویت میکنه. بعضی از محورهایی که در این حوزه بود، البته اجمالشو من خدمت ایشون عرض کردم، ایشون خیلی از این جلسات استقبال میکنه و حتی من عرض کردم که ملاقات های مالگاهی خیلی دیر میشه، میفرمودن که به هر حال محدودیت هایی که اینجا وجود داره، شما بعضی موارد هست بنویسید، منتها خیلی طولانی نست، هم به رسمی من قطعا میخونم. متاسفانه قضیه کرونا باعث شد که هم محدودیت برای ایشون هم برای مجموعه جامعه ایجاد شد. شاید این قضیه کرونا پیش نیومد، ما باز این وسط ها میتونستیم ملاقات حضوری داشته باشیم و بیشتر بتونیم از دیدگاهشون استفاده کنیم. آقای لهامی، این ماجرای شورای نگهبان که شما عنوان کردید، یکی از انتقادات اینه که بالاخره مجلس دهم هم زمانی که خواست حقوقدان برای شورای نگهبان انتخاب بکنه، باز هم سراغ حقوقدان‌های اصولگرا رفت و این ادعای تغییر توی شورای نگهبان هم در خود مجلسی که اصلاح طلب‌ها غالب بودن توی اون اتفاق نیفتاد. خب ببین، اولا اون شرایط که اونجا بود، البته من تو اون شرایط مجلس نبودم که حالا بچه مثلا رای دادن، ولی برداشت دوستان این بود که در اون مجموعه که معرفی شده بود، این دوستان مثلا زمینه ارتباط بیشتری داشتن. من در واقع انتقادم به شخص معینی نیست. ببین، فقه و حقوق در انحصار سوریرایان نیست، فقه و حقوق در اختیار همه است. بنابراین وقتی که 6 تا فقیه یا 6 نفر حقوقدان قرار معرفی بشه، البته این علل قاعده جنایی نباید باشه، چون از کردم شورای نگهبان از نهاد اجماعی مثل قوه قضاییه است، اما به هر حال بلاز گرایشی هم باشه و از گرایش‌های مختلف انتخاب بشه. یه چیزی هم که خیلی برای من مهم اینه که واقعا توی این کشور ما از قبل از انقلاب تا حالا ما 5 تا مثلا زن حقوقدان نداریم،
کجای قانون اساسی در میان حقوقدان باید مرد باشه؟ چرا ما به جامعه زنان ما که آدم های تحصیل کرده در هنر، در واقع هم حوزه هنر، هم حوزه حقوق، هم حوزه اداری، حوزه فرهنگ، آدم های فرهیخته‌ای داریم؟ من یکی از ایرادهایی که مرتب مطرح کردم هم به هیئت دولت، در هیئت در اجرای مملکت، هم در قضیه حقوقدان و سایر مناسب، ما هم از خانم ها فقیه های مبرزی داریم، فقیه هستن و میتونن اونجا بیشتر به عنوان فقیه نظر بدن، هم حقوقدان های برجسته داریم، وکیل، استاد دانشگاه. ببینید یه طوری عمل میشه انگار که این کشور فقط اختصاص مردها داره و خانم ها فقط موقع رأی دادن باید بیان رأی بدن، باید برن خونه بشینن. بعدم شعار میدیم، میگیم آزادی ها را در زمان شاه مثلا محدودیت بوده و جمهوری اسلامی محدودیت ها را برداشته. آقای رحامی، همین نکته که شما میگید در دولت های روحانی هم رعایت نشد، یعنی دولت های روحانی هم که حمایت اصلاح طلبان رو داشت و خودش هم ادعاهای بالاخره اصلاحگری توی جامعه داشت، ما هیچ وزیر زنی رو توی این دولت ندیدیم، درسته؟ بله، من در دولت ایشون، البته من که در انتخاب وزرا نقشی نداشتم، ولی در هم حدی ارتباط داشتم. دو تا کار را خیلی در وزرا و استانداری تلاش کردم. یکی دنبال این بودم که از خانم ها 3-4 نفر توی کابینه بیان، خیلی تلاش کردم برای این قضیه و مشاورهاشون با خودشون. یکی هم در مورد در واقع برادری اهل سنت، من ذهنم بود که این کابینه، درست کابینه به ترکیب مذهبی نیست، ولی به هر حال ما همونطور که انتظار داریم در عربستان، در مثلا مصر به شیعه ها بها بدن، ما بین 7 میلیون تا 10 میلیون برادر اهل سنت داریم و وفادارن، در انقلاب وفادار بودن، از انقلاب حمایت کردن، همیشه هم جنگ بوده، جهاد بوده، حمایت از کشور بوده. همون اندازه که کردستان در واقع از کشور دفاع کرده، ما هم دفاع کردیم. یعنی تو نبوده که فقط ما دفاع کنه تماشاگر باشن، هم ترکونا رأی دادن، ما هم رأی دادیم، ترکمن سرام همینطوری، بلوچستان هم همینطوری. ما حتی نتونستیم، من چند نفر رو مشخصا صحبت کردم، رفتم با مشاوره آقای رئیس جمهور وزیر کشور نابی کردم به اصطلاح که لااقل استاندار کردستان و استاندار سیستان بلوچستان خودشون بذاریم. ما از اون طرف شعار میدیم که ایران مال همه ایرانیان هست. وقتی دولت درست میشه، دولت رو به تهرانشینا اختصاص میدیم، فقط تهرانشینا رو تعریف. خب این اشکال در شورای نگهبان هم هست، فرق نمیکنه که نمیشه مثلا یک حقوقدان شورای نگهبان از برادر اهل سنت سیستان بلوچستان یا مثلا کردستان بذاریم، از ترکمنا بذاریم، نمیشه مثلا دو تا وزیر از اونها باشه. ببینید اداره کشور وقتی خونه همه باشه، باید همه احساس کنن در این خونه صاحبخونن و هیچ کس نباید احساس کنه که بچه ناتنیه. یکی از گله‌ای که من خدمت مقام محترم رهبری در همین ملاقات، هم ملاقات جلوتر عرض کردم نه تنها کردها و سنی ها، بلکه ما اصلاح طلبان گاهی طور برخورد میشه انگار که مثلا ما بچه ناتنی خونه هستیم. بعد گفتن چطور؟ گفتم آقای را اسم مردم. گفتم ایشون تا رفته جای نماز میخونه که برگشته. گفتم اگه شما نماز هم میخونید مثلا. گفتم این در اثر اینه که یک نفر از مثلا ما این هم آدم باسواد داریم، عالم داریم، فاضل داریم، مثلا در همین نماز جمعه ها میشه 2-3 نفر هم از روحانیون و مثلا علمای متمایل به جریان اصلاحات به عنوان امام جمعه فرض فرمایید که موقت مثلا معرفی بشه. فرض کنید ببینید یه سری امور اداره میشه که عقبه جامعه احساس میکنه که ما بیام رأی میدیم و اصلاح طلبان معمولا حتی در انتخابات آقای خاتمی حدود 70% اصلاح طلبان رأی بردن، یعنی حدود 7.5 میلیون رأی جناب آقای ناطق شد، حدود 21 میلیون در دوی خرداد رأی اصلاح طلبان شد. در سال 80 ما 24 میلیون رأی برای آقای خاتمی تونستیم جمع کنیم، بسیار یعنی مردم دادن. ما انتخابات آقای روحانی حساب کنید، انتخابات مجلسمون که اصلاح طلبان رأی بردن، مجمع ما چیزی، من حساب کردم خدمت ایشون یه سرانگشتی گفتم ما در همین چند انتخابات سرانگشتی چیزی بین 120 تا 150 میلیون رأی به سبد رأی این نظام ریختیم، به سبد رأی کشور ریختیم. درسته که رئیس جمهور اصلاح طلب رفت، ولی بالاخره این اومده صحنه دیگه. چه اموری بعد از اون تغییر پیدا کرده؟ یعنی باید مردم وقتی که از یه جریان حمایت میکنن تغییر رو هم ببینن، اصلاح رو هم ببینن، ببینن که فرض فرمایید که این امور تا دیروز اینگونه عمل میشد، فردا انتخابات شد، اصلاح طلب اومد روی کار، جوری دیگه عمل شد. این اشکال باعث میشه که گاهی اساس انتخابات و اساس صندوق‌های رأی های زیر سوال میره، چه برسه به این در واقع عقبه اصلاح طلبان. بالاخره یه جریانی که میتونه 21 میلیون رأی رو
در دوی خرداد که آقای خاتمی چندان شناخته شده نبود، در مقابل مثلا جناب آقای ناتو نوری که شناخته شده بود، رئیس مجلس بود و همه ارگانام تلاش کردن برای ایشون 21 میلیون در مقابل 7.5 میلیون رای بیارن. این جریان باید در اداره کشور، در نماز جمعه ها، در شورای نگهبان، در اون مراکز تصمیمی اصلی هم حضور داشته باشن. این خواسته غیر مشروعی نیست، خواسته مثلا ضد انقلابی نیست، این خواسته مشروع حق ماست که ما مطرح میکنیم. منتها من خودم روشم اینه که بنده و دوستایی که مثل من فکر میکنن اینا نهیم هی بیرون تر کنیم که بیشتر باعث مایوس شدن مردم بشیم، بریم مثلا با رهبری تر کنیم، بریم با مسئولین تر کنیم، در این فرصت های مناسب هم سعی میکنیم به سمت مردم برسونیم، بدونن که ما در واقع خواسته هامون و اون چیزای اساسیمون چه چیزیه. دنبال اصلاح امور از طریق انتخابات هستیم. ما میگیم اگر انتخابات جواب نده، اون وقت هزینه اصلاح امور ممکنه بیشتر بشه و نارضایتی که در سال 98 پیش اومد و در سال 96 شما دیدید دیگه، وقتی که از طریق انتخابات و از طریق صندوق های رای بعضی امور اصلاح نشه، وقت هزینه بعضی مسائل بالا میره و بر کشور و مردم تحمیل میشه. ما به هیچ وجه نمیخوایم این گونه هزینه ها بر در واقع کشور و مردم رو تحمیل بشه. خوبه نکنه. بسیار خوب. یه مقدار در مورد سیاست بین الملل صحبت کردیم. خیلی شفافتر میخوام به خود برجام بپردازم و ببینم که نظر شما به عنوان یه حقوقدان و کسی که تو حوزه بین الملل این ارتباطات مختلفی که خودتون از اون صحبت کردین رو داشتید و تجربه های بین المللی داشتید، نظرتون در مورد برجام چیه؟ آیا به نظرتون برجام به درستی امضا شد و در شرایط مناسب و خوبی امضا شد و الان آینده برجام رو چطور میبینید و به نظرتون دولت بعد باید با برجام چه کار کنه؟ به نظر من در اون شرایطی که فراهم شد، برجام یکی از کارهای بسیار موفقیت‌آمیز جمهوری اسلامی ایران بود. در واقع جمهوری اسلامی وزیر خارجه ما تونست کنار وزیر خارجه پنج قدرت عضو شورای امنیت به اضافه آلمان بشینه، حرف بزنه، حرف منطقیش رو به کرسی بنشونه، حق داشتن در واقع انرژی اتمی را در محدوده استفاده‌ای که می‌خواست بکنه به رسمیت شناختن. اون تحریم‌هایی که نوعاً کشورها وقتی تحت اون قواعد تحریمی مربوط به فصل هفتم منشور سازمان قرار میگیرن، نوعا به جنگ منتهی میشه و جز با جنگ های چندین سال طول میکشه تا برداشته بشه و جز با جنگ برداشتنی میشه، اونا رو تونست حل کنه. یکی از بهترین قراردادهای ما بوده. قطعا هم این کار فقط کار آقای روحانی یا فقط کار آقای دکتر ظریف نبوده، با حمایت مسئولین نظام از جمله به نظر من با حمایت شخص رهبری صورت گرفته، چون بدون نظر رهبری چون این امری در کشور محال بود انجام بشه. طبق قانون اساسی سیاست های کلی نظام که برجام هم یکی از سیاست کلی نظام هست، رسی رهبری تعیین میشه. بعد از اون با اومدن آقای ترامپ، خب یه بدشانسی بود، حالا انتخابات اینطوری شد، آسیب دیدیم از این. و ایشون هم با رفتارهای خودش باعث شد که جز اولین شد مورد بود. البته دو مورد قبل از ایشون ما داریم که رئیس جمهورهایی که فقط یه دوره بودن، چون در آمریکا حداقل سنت قانون اساسی نیست، سنت اینه که معمولا به دو دوره در واقع مردم رای میدن و به دو دوره میرسن. به هر حال الان شاید که فراهم شده، به نظر من باید ما حمایت کنیم، برجام سرج خودش برگرده و ما بتونیم از محاسن برجام استفاده کنیم، هم انرژی اتمی رو تا اونجا که لازم داریم نگهداری کنیم، هم بتونیم روابط صحیح را برقرار کنیم. به اضافه این پولایی که ما بروکه شده، ببین الان ما مقدار زیادی از بروشای نفت ما در چین، در هندوستان، در کره جنوبی، در همین عراق همسایه‌مون بروکه شده. ما از عراق 2-3 میلیارد طلب داریم، 2-3 میلیارد دلار نمیتونن به ما بدن، میگن آقا ما اجازه جابجایی نداریم. از کره جنوبی ما طلب داریم، اجازه جابجایی ندارن، چون سیستم های جهانی هست که مثل دهکده است قفل شده. از اون طرف هم ما به FATF نپیوستیم، اونم در واقع تشدید کرده قضیه را، مزید بر علت شده. من فکر میکنم که دولت بعدی هم اگر بیاد باید این برجام رو سرانجام برسونه و در واقع بهانه به دست دولت‌های غربی، امریکا و مخالفین برجام، از جمله میدونه که مهمترین مخالف برجام دولت اسرائیل و عربستانه، به مخالفین خودمون، به کسانی که از خداشون است که ایران تحت تحریم قرار بگیره، ایران حتی مثلا منطقه پرواز ممنوع تعیین بشه یا خدای نکرده حمله نظامی بشه. این قدرت ایران با فرسایشی شدن قرارداد و فرسایشی شدن این رفت آمدها طوری نشه که ملت خسته بشن، از اون طرف ما نتونیم از فوایدش بهره مند بشیم، از اون طرف هم
راه باز بشه برای ایجاد اجماع جهانی، خدای نکرده در شورای امنیت علیه ایران، و خدای نکرده تبعاتی که میتونه در آینده با اجماع جهانی فراهم بشه. فعلا پیوستن ما به برجام جلوی اجماع جهانی رو علیه ما گرفته، ما در واقع الان صدامون بلندتره. بنابراین اگر چه بنده موفق بشم به اون مشروط برسم، چه هر کسی برسه، من فکر کنم این اولویت های ما حل این معضلات در واقع اقتصاد ما، گردش مالی ما در دنیا قفل شده که یکیش عمدتاً به همین قضیه برجام، یکی هم به مسئله فیتیف برمیگرده. اینا رو باید اصلاح کنیم. حداقل من نمیگم روابط اقتصادی سالم و متقابل داشته باشیم که اون حالا پیشگاش اون که اول صحبت عرض کردم، حداقل اون میزانی که در یک قرارداد و تبادل سنتی فروش نفت و آوردن کالا داشتیم، این حداقل بتونیم به سرانجام برسونیم. ارزهای حاصل از فروش نفتمون، گازمون رو بتونیم کشور برگردونیم. معضلات مردم حالا واکسن، خرید واکسن یکی از ایناست. ده ها مورد ما حتی دان مرغ مثلا از خارج وارد میکردیم، اینو قفل شده. من چیز خیلی ساده رو میکنم، نخ خیاطی، ببخشید نخ مزاد، خب نخ بخیه در بیمارستان ها، بعضی چیزهای خیلی جزئی در بیمارستان های هندوستان وارد میشد، قفل شده. ما بعضی از قطعات تو کارخونجات، اگر دوستان اطلاع داشته باشن، یه قطعه دو تا قطعه از هندوستان میمده، مثلا از کره میمده، از کجا میمده، بقیه قطعه اینجا تولید میشده. به خاطر قفل شدن روابط اقتصادی و قفل شدن اصطلاح معادلات بانکی، کارخونه خابیده و هزاران هزار آدم اینطوری بیکار شدن. ما نمیتونیم که در واقع فقط یه شعار بدیم، میگیم آقا برجام اصلا غربی بوده و علیه آقای ظریف، حالا آقای ظریف نباشه، غیر آقای ظریف باشه. به هر حال این برجام یک قرارداد ملی است، با اراده ملی تصویب شده. باید بعد از اینم با حمایت ملی به سرانجام برسن، مردم در واقع آسایش برسن. ما بیشتر به فکر مردم بیشتر باشیم که این سیاست های در واقع انقباضی و سیاست هایی که حالا به عنوان سیاست انقلابی هم گاهی نام برده میشه، تبعاتش به چه کسانی و چه کسی برمیگرده. بنده در همین فرصت هایی که علیرغم کرونا خیلی نتونستم مسافرت برم، اکثر شهرها مراجعه میکنم، کارخونجات زیادی تعطیل شده و کارگرها چون روزمز بودن، چون بیمه نبودن، چون بیمه تا مدتی اگر بیمه بودن مدت پرداخت شدی ندادن، زندگی یومیهشون دچار مشکل شده. خب اینا رو ما باید حل کنیم دیگه، به هر قیمتی شده ما باید اینا رو حل کنیم. زندگی مردم باید نجات بدیم. مردم اینا رو از چشم نظام میبینن، از چشم رهبری میبینن، از چشم رئیس‌جمهور میبینن. بالاخره میگن شما 30-40 سال کشور دست شما بوده، حالا ما هرچی هم شعار بدیم میگیم آقا ترامپ پای شده. میگن 40 ساله. من اینا در جلسه که در تبریز در گذشته داشتم اساتید جمع کردیم صحبت میکردیم، خیلی سریع به من گفتن آقا شما 40 سال شما بودید، من نوعی، همین حکومت بوده، همین نظام بوده، همین مسئولین بوده، از زمان امام شما هستید، مسئول 40 سال فعالیت شما این وضع مردم شده و این نوع مهاجرت و اینکه مردم مثلا آذربایجان پول اگه داشتن شما بردارن برن مثلا در ارمنستان سرمایه‌گذاری کنن. از دوستان رفته بودن در گرجستان، گفتن در بعضی از خیابان‌های گرجستان این مغازه‌هایی که به عنوان بنگاه معاملات ملکی هست، این ایرانی‌ها چونه می‌ذارن، آقا اینجا خونه داریم اینقدر. من واقعا متاسف شدم، یه موقع ایرانی پولش رو میاره مثلا میره کشور پیشرفته میگه میخوام سرمایه‌گذاری کنم، بعد محصولش رو برگردم ایران، یه موقع نه پولش رو فلان میگه ببرم اونجا، معلومه برجام چی بشه، پولم بی ارزش میشه. این خیلی بده که مردم اصلا سرمایه‌شون بی ارزش بشه، بفروشن و در کشور دیگری ببرن که ارزش سرمایه‌شون حفظ بشه. این برای کشور ما، برای اداره کردن کشور ما عیب بزرگی است. چه زبانی باید بگیم که اینو حل کنیم؟ این با حمله کردن با آقای روحانی یا حمله کردن با آقای ظریف و توهین کردن به اینها، اینکه شما رفتید و کشور رو فروختید و این توهینا که به آقای ظریف مخصوصا من اخیرا دم در مجلس میشه، با اینا مشکلات کشور حل نمیشه که، فقط تشدید میشه. خب با این وجود پس اگر از شما بخوام توصیف کنید کارنامه 8 ساله دکتر روحانی رو در چند جمله چه خواهید گفت؟ آقای روحانی عرض کردم که در اون شرایط سخت اومدن رو کار، کشور را در حالی که در معرض تحریم های بیشتر بود از تحریم های گسترده نجات داد. از تندروی که میتونست با دولت تندرو در واقع تشدید بشه، تندروی که قبل از اون بود، از اون وضعیت نجات دادن. بسیاری از مفاسد اداری و اقتصادی که الان محاکمه میشن و ما در واقع فکر میکنیم که این دوره واقع شده، میدونید که 80-90% دادگاهی که تشکیل میشه متعلق به دوره قبل از آقای روحانی.
و از زمان روکار اومدن آقای روحانی در این ساعت ما دیگه مفاسد اداری مفاسد اقتصادی نداریم. همین بحث هایی که راجع به صندوق های قرض الحسنه کساره کس کذایی بود، این رقم های درشتی که الان در دوره جناب آقای رئیسی داره محاکمه میشه، مسئولین ادارات مسئولین صندوق ها کله گنده ها محاکمه میشن، 80-90% اینا مال دولت قبل از آقای روحانی. دولت آقای روحانی نسبت به قبل از خود دولت سالم تری بوده. نه نه تو اگه هم معمولا بعد از اینکه دولت تموم میشه این پرونده ها بالا میاد و رسیدگی میشه و اسامی مطرح میشه. نداره، ما تو اینجا عرض میکنم، عرض میکنم که دولتش دولت سالم تری بود، در 4 سال اول روابط خیلی خوب ایجاد کرد، یه فضای اعتدال، یه فضای مول مردم نفسی بکشن، دنیا یک اقبال خوبی به ایران داشت. منتها خب دولت دومشون، نه دولت دومشون با از کردن مشکل خارج شدن آمریکا از برجام مشکل پیچیده شد، کرونا هم در واقع اومد مثل چیزای برفی، بهمنهای برفی که از بالای میان پایین بزرگتر میشن بزرگتر میشن، این بهمنها به سمت پایین حرکت کردن، بهمن از مشکلات. ما اگر اون 4 سال اول مثلا مطالعه کنیم دولتشون منفعت خوبی داشته. ما سرجام یعنی همین دلیل 20 شما چه نمره ای میدید به دولت های روحانی؟ به دولت اول تا میدید، من معلم سختگیری هستم، من تو دانشگاه معروفم به استاد سختگیر، ما به راحتی نمره به کسی نمیدیم، ولی دولت اولشون به لحاظ روابط خارجی و اصلاح امور من نمره قبولی میدم، من نمره مثلا 14-15 به بالا نمره قبولی. ما مثلا در دوره ارشد و مثلا دکتری 16-17-18 نمره خوبی میدونیم، میگیم 20 مال خداست 19 مال پیغمبره کمتر از دولت دومشون هم از سه مشکلات که پیش اومد و تونست مهار کنه مشکلات رو، به نظر من دولت موفق بود تونست مهار کنه، از این حس نمره قبولی میدیم. ولی به لحاظ ضعف مدیریت، به لحاظ اینکه بعضی از نیروهای فشل رو برد، مخصوصا اون چیزایی که به بعضی از اجزای دولت مربوط میشه، اینکه که وزیر بیاد مثلا دخترش رو دستگیر کنن خاطر بعضی از مسائل مالی، یا در این توزیع ارزا مسائل پیش اومد، هیچ وجه اینجا نمره قبولی نداره. ما به هیچ وجه نمیخوایم در واقع مسئولیت این و کارهای دولت را به عهده بگیریم. بنده اگر مثلا یه روزی خدا توفیق بده مسئولیت داشته باشم، اگر از اجزای دولت من یک موردشون بشنوم، خودشون خانوادهشون یک ریال من عرض میکنم یک ریال از این رو مفاسد داشتون، همون روز عزشون میکنم، یا یک دروغ گفته باشه عز میکنم. دولت باید البته تو این دولت یه مقاومت هایی بود ها آقای رحامی، مثلا برادر معاون اول، برادر خود آقای رئیس جمهور، دختر آقای نعمتزاده، اینا بالاخره گزینه های من به همون خاطر میگم نمره قبولی 100% نمیدم. این حوزه ها را اینا ضعف دیگه، ضعف جلسات مشورتشون کمتر شد با ما، انتقاد جدی داشتم. یکی از دلایلی هم که دوستان اصرار میکردن در سال 96 من برم ثبت نام کنم، گفتن که دولت دوم آثاری که پیدا بود، بعضی از این که در واقع مشورت ها کمتر شده بود و بعضی از روابط خبردار میشدیم، گفتن خودتون آماده کنید. من در واقع از اون زمان میرسیدم که ما به تدریج اینا رو نقد کنیم و مسئولیتش رو نپذیریم. حالا هم که میگیم پشیمون نیستیم، معنیش نیست که ما اینا رو قبول داریم. اگر قرار دولت به اصلاحات مربوط بشه، ما تو خودم اینطوری زندگی کردیم که بعد از هر سال نمایندگی بیرون اومدیم، با یه پیکان اومدیم بیرون، هم فروختیم برای که خونه اجاره کنیم در تهران. دوست داریم دولتی هم که حمایت کنه همینطوری باید باشه، دوست داریم رئیس جمهور هم همینطور باشه، نخست وزیر هم همینطور باشه. اون موقع درسته که آقای مهندس موسوی خودشون آدم سالمی بودن، موسوی خودش، الان هم که ایشون در حصر نمیتونه از خودش دفاع کنه، کسی نمیگه آقای مهندس موسوی مثلا فرض کنیم که این مقدار پول خارج کرده یا یه دلار ارج جابجا کرد. اما مجلس هم مور از ماست میکشید. ما واقعا نسبت به دولت جنگ، دولت امام خمینی باید بگیم، دولت جنگ، دولت آقای موسوی بسیار سختگیر بودیم. من در کمیسیون بودجه بودم، بعضی مسائل موردی میرفتیم، بعضی طرحها رو موردی به عنوان رندوم میدیدیم، یعنی طوری حسابرسی میکردیم انگار که طرف متهم ماست. و گاهی میکنم آقا شما که من حتی در اون دوره کوتاهی که آقای رجایی خدا رحمت کنه نخست وزیر بودن در دوره آقای بنی صدر، در همون دوره سختگیری ها که نسبت به بودجه، حتی نسبت اون موقع 2012 قرار شما تصدیق کنید، 2012 چون بودجه کلی تصدیق نشد، همین سختگیری ها نسبت به مرحوم آقای رجایی داشتیم، آدمی که واقعا در واقع یک ذره از این مسائل به در واقع دولتیشون وارد نمیشد.
متاسفانه این نوع مسائل یعنی بی توجهی به اطرافیان، بی توجهی به کسانی که دوربر اینجا هستن، بعضی آقازاده هایی که اومدن بالا و در واقع حیثیت پدرها را در واقع زیر سوال بردن. قضیه آقازاده اختصاصی البته به این دولت نداره، ما همیشه مشکل آقازاده ها داریم، بله. اطرافیان آقایون داریم که روش میکنن و چون دقت کمه این از یک حاشیه امنیتی برخوردار میشن، پول در واقع رسیدن به قدرت و سلطنت بعضی جریان ها میشن و خودشون بالا فلوح میرسن و این طور چیزا در واقع لکه ننگ میشه تا ابد تو نشانی دولت که هر اندازه خدمت گذار باشه تا ابد میمونه. این دقت که من راجع به روحانی هست روحانیت عرض کردم، یه کار خیلی کوچیک را مردم از روحانیت نمیبخشن و خودم این دقت ها رو داشتیم. ما در واقع از دولت آقای روحانی انتظار داشتیم که اول نیروهای سالمتر بیاره، نیروهای جوانتر بیاره. من فکر میکنم اگر خداوند توفیق بده مثلا بنده بتونم مسئولیت به عهده بگیرم، علل قاده وزرامون حد اکثر با 60 سال باشه. اصلا مردم دیگه کسی که 30 سال وزیر بوده، استاندار بوده، به هر حال نمیگم چیزی بارش نبوده که بارش بوده، بخاطر پیاده کرده دیگه، نشون به من مشاور باشه. استاد وزیر باید از 60 سال پایین باشه، حدود حد اکثر 60. مثلا معاون وزیر حد اکثر 55 سال. تا نوبت به 50 سال، زیر 50 سال برسه، بگیم مثلا استاندار بشن، بگیم فرماندار بشن. نیروهای جدید زیادی که بینا باها داده نشد، حاشیه موندن. نیروهای سالمی در جامعه داریم. نیروهایی داریم که هم توانایی داره کشور داره، هم سالمه. در دولت آقای روحانی این نیروها کمتر توجه شد، چون خود ایشون در واقع کمتر تشکیلات اداری و سازمانی داشتن، سراغ نیروهای قدیمی کارکرده زمان آقای هاشمی، بخشی هم زمان آقای روحانی، چیز از روحانی آقای زمان آقای خاتمی رفتن، یه چند مورد از وزرای دوره آقای موسوی استفاده کردن. بالاترین میانگین سنی رو این دولت دیگه اون آدمایی نبودن که اون موقع جواب میدادن، اینا خودشون مثل وزاره آقای احمد نژاد خودشون در واقع تبدیل به سرمایه‌داری شده بودن. بله بله، این قضایا ضعفایی است که وجود داره. ما اون حمایت که اول عرض کردیم، نوره قبول دولت اولشون دادیم، معنی نادیده گرفتن این نوع ضعفا نیستیم. حالا امیدواریم ما بتونیم با استفاده از همین تجربیات و نظرات عمومی و حوزه هایی که میتونه نارضایتی بتراشه بله. یه سوال دیگه میخواستم ازتون بپرسم، شما چند مورد به زندگی شخصی خودتون اشاره کردید، آیا حاضر هستید شفاف بگید چقدر حقوق میگیرید و داراییتون چی هستش قبل از انتخابات ریاست جمهوری؟ من موضوعیت علمی دانشگاه تهران هم الان بازنشسته شدم و بازنشستگی دانشگاه میرم و یه آپارتمان دارم که 4 دانگش مال منه، 2 دانگش مال خانم شریک هستیم، در تهران زندگی میکنیم و یه وسیله دارم که تقریبا مال 2008 یعنی مال 1388. حقوق بازنشسته های استادی حقوق بازنشسته دانشگاه حدود قبلا حدود 12 تومن بود، الان بیشتر شده، اطلاعاتی که اومده بالا حدود 17 تومن شده حقوق بازنشسته دانشگاه. البته من دفتر وکالت هم دارم، ولی ملت این که خودم روحانی هستم و سنی از اندودشته کمتر خودم موفق میشم پرونده بگیرم. مجموعه هستن که مجلس همکاره کار میکنن. زندگیم تا حدی با حقوق بازنشستگی که از دانشگاه تهران میگیرم، به اضافه ای که اگر موردی پیش بیاد وکالت که گاهی با همکاره میگیرم اداره میکنم و یه زندگی متعارف به عنوان عضو هیئت علمی بازنشستگی دانشگاه دارم. البته همه اینا مال دوران در واقع کار بعد از نمایندگی ما. عرض کنم که هیچ ارتباطی زندگی من با خونه من به دوره نمایندگی نداره. من بعد از نمایندگی عرض کردم پیکانی داشتم، فروختم در تهران یه خونه اجاره کردم، اونجا زندگی می‌کردم و بعد دوستان آپارتمان می‌خرم و در حال حاضرم خودم با خانواده‌ام بچه‌هامون هم در واقع تحصیل می‌کنن، یک جور استاد دانشگاه، یک دو تاشون در واقع شغل وکالت مشغولن. راستش چون صداتون قطع و وصل شد، اتفاقا سوال بعدم همین بود که فرزندانتون کجا هستن و چه کار می‌کنن؟ سوالتون هم چی بود؟ قطع نشد.
صدایی که هم قطع و وصل شد، می‌خواستم بپرسم فرزندانتون کجا هستن و چه کار میکنه در حال حاضر؟ بچه‌هام ایران هستن، پسرم استاد دانشگاه تهرانه، ایشون هم استاده، و دخترام یکیش وکیله، اون یکی هم داره آماده میشه برای وکالت، حقوق خوندن. بچه من ستاشون حقوق خوندن، یک پسر و ستا دختر دارم، و دختر تحت آقاریمونم دانشگاه دندان پزشکی دانشگاه تهران، تقریبا اواخرش دانشجو داره درس میکنه، دانشجو هستن، اون دوتا حقوق خوندن و یکیشون پروانه وکالت داره و دیگری هم داره کارشو میکنه، برای پروانه وکالت میگیره و ازدواج کرده، اون دوتا ازدواج کرده. بسیار خب، آقای رحامی اگر رئیس جمهور بشن اولین فرمانی که صادر خواهند کرد چه خواهد بود؟ سوالتون متوجه نشدم. اگر شما رئیس جمهور بشید، اولین فرمانی که صادر خواهید کرد چیه؟ سوال من رو متوجه شدید آقای رحامی؟ طرف شما میکروفونتون است که مشکل داره، صداتون نمیاد. میکروفون شما کن مشکل داره. اگر شما رئیس جمهور بشید اولین فرمانی که صادر خواهید کرد چیه آقای رحامی؟ اولین فرمانی که بعد از ریاست جمهوری صادر خواهید کرد. ببین، اول از ایشون که فرمان صادر نمیکنه، رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و کارهایی که میکنه در چارچوب قانون باید اجرا کنه. فرمان مال فرمان رواهاست، ما دیگه فرمان نداریم. رئیس جمهور وظایفش احسا شده. من کاری که دارم در واقع اون میزانی که به رئیس جمهور مربوطه بود، من رئیس قوه مجریه سعی کنم آدم هایی که توی مدت شناخته هم، آدم هایی که هم متخصص هم به عنوان آدم استاد دانشگاهی که 40-30 دانشگاه دارم کار میکنم، دنبال این هستم که آدم های سالم و متخصص شناسایی کنم. خیلی هم در این مطلب به در واقع حزب و تشکیلات و جناح خیلی نمیخوام فکر کنم، بیشتر به ایران دارم فکر میکنم، بتونم در واقع یک کابینه قوی از همه مردم، نه این کابینه من نماد ایران باشه، نه نماد تهران، نماد ایران باشه. من از خانم ها قطعا تو کابینه استفاده میکنم، از اهل سنت قطعا استفاده میکنم، از اقوام مختلف تلاش میکنم یه فضای از مهربانی، فضای از صلح ایجاد کنم. شما میدید که من سالهای است عنوان رئیس بنیاد بین‌المللی صلح هستم، در زمینه صلح کار میکنم، تلاش میکنم که پیامبران صلح بفرستم، سفیران صلح بفرستم به عربستان، به مصر، به کشورهایی که رابطه‌ام خوب نیست، رابطه صلح‌آمیز ایجاد کنم، این تنش‌ها را بیارم پایین و در کشور بتونم. البته اعلام عفو عمومی از طریق من صورت نمیگیره، حرف عمومی در اختیارات رهبره، من اگه بتونم با رهبری همچین رابطه برقرار کنم، واقعا من دنبال این هستم که یک عفو عمومی نسبت به کسانی که پرونده سیاسی دارن، به هر دلیلی تخلف کردن ولی مال مردم نخوردن، قتل مرتکب نشدن، به خارج رفتن، فرار کردن، یک فضایی از برادری و اخوت ایجاد کنم، یه چیز شبیه پیام 8 ماده امام خمینی رو از طریق رهبری بتونم بگیرم، هر جاشو به من مربوط بشه من صادر کنم. ولی خب میدونی این کارا در اختیارات رهبریه. یه فضا ایجاد کنم که کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، چه در ایران چه اونایی که رفتن، بگیم شما اگر ایرانو دوست دارید، همون کاری که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن در فتح مکه، به گذشته نگاه نکنید. ما خیلی از جوان‌ها هستن که حالا ممکنه یه تخلفی داشته باشن، بالاخره یه روش باید ایجاد کنیم که مردم امیدوار بشن. یک فضای جدید اومده، یک کسی اومده که سالهای سال برای صلح کار کرده، شما میدونید که بخشی از زندگی برای صلح و برای دفاع از حقوق شهروندی بوده. من بخشی از مشکلاتی که برای زندگی شخصی من پیش اومد در حوزه حقوق شهروندی بوده، مثل دفاع از حقوق دانشجویان در قضیه کوی دانشگاه، مثل دفاع از روزنامه‌های مثل روزنامه خرداد میدونم وکیلشون بودم آقای عبدالله نوری. بسیاری از این دانشجوها و افراد سیاسی که مشکل برمی‌خوردن، به حسابی که من یه وکیل سرشناسی بودم با مسئولین نظام ارتباط داشتم، به نحوی به من پناه می آوردن، من پناه اینا بودم و مشکلاتی برای خود من ایجاد شده. من در قضیه کوی دانشگاه وکیل بیش از 400 نفر دانشجو بودم که در اون حمله سال 78 خونه‌شون در واقع خوابگاهشون آسیب دیده بود، نشون دادم که به مردم، به جوانها، به جامعه وفادارم، نشون دادم که علاقه‌مندم. خب اگر همچین کسی با این دیدگاه که زندگی خودشو در معرض بالاخره
خطر قرار میزه و حاضر میشه که بره جلو دفاع کنه، بره زندگی مردم برسه، اگر فرصتی فراهم بشه سعی میکنم از طریق رهبری یه همچین فرمانیشون صادر کنم، یه فرمان عفومی، یک فرمان ترک مخاصمه داخلی، آشتی ملی، یه فضای از صلح و دوستی ایجاد کنم، اونم که رفتم بتونم برگردونم ایران. اون وقت کابینه که درست میکنم این پیام را به دوست برادران اهل سنت، به بلوچ، به مردان کرد، به زنان، به مردم بگم که آقا این کابینه خونه تونه، اینجا هم سنی حضور داره، اینجا هم خانم ها حضور دارن، اینجا هم بلوچه حضور دارن، یک فضایی نشون بدم که دلگرم بشن. این فضایی که الان حالت شکاف و یک حالتی عرض کردم که شاید احساس میکنم بعضیا، من دیروز با یک دوستان که نماینده بودن قبلا در کردستان، استاد دانشگاه هم صحبت میکردم، گفت خب ما که تو همین 40 سال همیشه رای دادیم، همیشه گفتن این دفعه یه استاندار کرد میذاریم، این دفعه یه نمیدونم یه وزیر مثلا خانم میذاریم، این دفعه یه فلان، گفتم همیشه این بوده، ما ندیدیم این دفعه کی میاد. همیشه گفتن نه فعلا شرایط حساسه، بذاریم امور کنیم انشالله دوره بعد. ببینا باید بریم، اگر مشکل مشکل دیدگاه فقهای ماست، مراجع تقلیل، باید بریم توضیح بدیم براشون. من همین دو هفته قبل مصاحبه داشتم، نه مرزی کردید یا نه، گزارشی از دیداره که مراجع داشتم اعلام کردم. من خدمت مراجع قم رسیدم، بعض استانها رفتم، با مثلا آیت‌الله نور مفیدی در گلستان، با آیت الله حسینی، آسید محمد حسین در زنجان، در قزوین، در خیلی در قم تعداد از مراجع صحبت کردم، اونم هم همین نگرانی رو دارم. خدمتشون عرض کردم که خب اینا چطوری حل میشه؟ میگفتن اگر شما میتوانید، این تعبیر بعضی دوستای ما در قم بودن از علما، اگر شما میتوانید یک قدم مردم را به انقلاب، به نظام، به ایران، به روحانیت، به وطنشون وفادار کنید، یک قدم گام بردارید، واجبه بر شما. این تعبیر دوستای ما گفتن واجبه، گفتن حداقل میتونید نشون بدی که این فضا را ایجاد کنی که آماده خدمت هستی و خودت رو عرضه کنی. حالا بعدا مردم رأی ندن، مردم انتخاب خودشونه، ولی تأکید دوستان، خصوصا دوستایی که با من در مجلس بودن، مثل آیت الله بیات زنجانی که در مجلس ما با هم بودیم، اما شما در مجلس کمیسیون بودجه بودید، مهندس هستید، دانشگاهی هستید، در دانشگاه خارج درس خوندید، زبان دنیا رو بلدی، خودت عرضه کن به جامعه. ما اگر عرضه کنیم و اعلام کنیم که همچین دولتی می‌خوایم تشکیل، همچین فضای فراهم کنیم، فضای از امید، فضای از در واقع امیدواری به آینده، فضای از آشتی. من در حوزه صلح میدونم که کاری خیلی جدی می‌کنم، در کنفرانس‌هایی که در حوزه صلح کاهش خشونت انجام میشه، هم در داخل هم در خارج شرکت می‌کنم. من چند سمینار در قم گذاشتم از کشورهای مختلف راجع به جنگ آبها در آینده منطقه خاورمیانه، دچار جنگ آبها خواهد شد با صدایی که ترکیه داره میزنه روی دجله و فرات، بحرانی که ما در هم شرق داریم هم در غرب داریم، همین صدی که افغانستان زده، من بحران رو دارم مطالعه میکنم، بحران مهاجرت دارم مطالعه میکنم. در واقع حوزه سوری حوزه بسیار وسیعه که یه بخشش برمیگرده به مسائل خانوادگی، یعنی خشونت‌های خانوادگی، خشونت‌های ناشی از طلاق، خشونت‌های ناشی از بیکاری، اعتیاد. در مورد اعتیاد من در حوزه کرج، در حوزه قم، تهران، بعضی از شهرهای خراسان کار کردم، دادم رساله چاپ کردم. می‌خوام از این حوزه تخصصی خودم کار کردم، بنابراین می‌خوام تلاش کنم فضایی از آشتی و صلح نشون بدم. اولین فرصت مثلا پاشم برم فرض فرمایید که خونه افرادی که مثلا در کردستان، نمیدونم در بلوچستان، در جای مختلف اونا رنجیده شدن، باشون برخورد شده، خودم پاشم برم خونهشون. اگر بتونم اولین سفرم بزنم پاشم برم مصر مثلا. من فکر کنم مصر یک کشور قدیمی اسلامی است، بسیار تاثیرگذاره در روابط فرهنگی ما. ما الان باش قهریم، ما اون مقدار رابطه‌ای که مثلا ارمنستان داریم با مصر نداریم، به عنوان بزرگترین کشور اسلامی. ما میزانی که مثلا فرض، من نمیگم با ارمنستان نباید رابطه داشته باشیم، اونم همسایه ماست، اون میزانی که به ارمنستان احساس نزدیکی میکنیم به عربستان احساس نزدیکی نمیکنیم. عربستان که از تاثیرگذارترین کشورهای اسلامی است و دو شهر بزرگ مقدس ما، یعنی مکه و مدینه، اونجا واقع شده. روشهای ما به تعجیز، نمیخوام بگم همش تقصیر ایران بوده، ولی به هر حال مسئله دو طرفه است. اگر ما دستمون دراز کنیم و ای کاش این کار در اول انقلاب واقع میشد، به جای اون خطبه های توهین آمیزی که در نماز جمعه تهران امام جمعه های ما قرائت میکردن، شما این موقع وقت کردید اون بخش های عربی نماز جمعه تهران مراجعه کنید در سال اولی انقلاب، ببینید با چه تعبیرهای زننده پادشاهان مصر و عربستان و مراکش و غیره را امام جمعه ما نام میبردن در اون خطبه عربیشون، من شاهد بودم دیگه.
ما به جای این باید پیامبران صلح میفرستادیم عربستان، به مصر، به مراکش. ما با دو همسایه هامون اگر رابطه خوب داشته باشیم، بخشی از مشکلات اقتصادی ارزی ما حل میشه. شاید احتیاج به اروپا نداشته باشیم، ولی خب همسایه ما روابط اقتصادی سعی ما نداریم. توجه فرمایید. بنابراین اگر ما بتونیم فضایی از صلح، فضایی از آشتی، فضایی از همکاری با همه مسلمان های منطقه، فعلا تا برسیم اروپا یا آمریکا، همین مسلمان های منطقه نزدیک 1,800,000,000 ما مسلمان داریم و میدونیم لازم مذهبی قبلا مسیحی ها بیشتر بودن، نزدیک 2,000,000,000. و آمارهای جدید نشون میده که مسلمان ها آمارشون از مسیحیت داره بالا میزده در دنیا. ما با همین الان رابطه صحیح نداریم، الان رابطه دو طرفه نزدیک مخصوصا اونها که تأثیر گذارن الان نداریم. من فکر کنم اگه رئیس جمهورتون همین رو اصلاح کنه، فضای کشوری فضای امیدواری میشه. در حوزه یکی از چیزهایی که من ذهنمش فکر میکنم بحث صنعت توریسم. اولا ترکیه مثلا بسیار از این کشورها با صنعت توریسم باید ده ها برابر درآمد نفت ما درآمد دارن. توجه میکنید؟ ما اگر بتونیم فضا ایجاد کنیم که نه تنها کشور همسایه بلکه کشورهای عربی مثلا و کشورهای دوردست، کشور اروپا بیان پولاش اینجا خرج کنن، ما آب هوامون هیچ چیز از ترکیه کم نداره. اونا با قبر مولانا در قونیه پول درآمد چندین چای نفت ما رو در میارن. ما صدها قبر مولانا در ایران داریم، مشابون داریم. من سزایی که ما در لحاظ توریسم اصطلاح میگن توریسم دینی، توریسم مذهبی یا توریسم فرهنگی داریم هیچ کشوری نداره. ببین دیگه حوزه‌ای هست که قفلای هست، این قفلا رو باید ما حل کنیم. من بارها عرض کردم مثلا در مورد جوان‌ها یه چیزایی که ذهنم هست در حوزه جوان‌ها، ما یه چیزی داریم اینا به سربازی اجباری که مال دوره رضا شاه بوده و اون موقع هم لازم بوده یه ارتش آماتور درست کنن در مقابل ارتش قبایلی، چون زمان قاجار جنگی می‌شده مثلا صدا می‌زدن ایل فلان، ایل فلان، ایل شاسوان، ایل کجا، 200 نفر 300 500 نفر بده. رضا شاه اومد یه قانونی برد به نام سربازی اجباری. خب این اون زمان قانون پیشرفته بود. امروز دنیا دنیای سربازی آماتور نیست، ارتش آماتور نیست. هیچ جای دنیا، هیچ جا که عرض میکنم، شاید دو سه تا کشور دیگه باشه که ما ارتش آماتور داریم. بنابراین یکی از چیزایی که میشه در این حوزه به نظر من هم اول کار تر کنن، ما یه لایحه ببریم به دولت، دولت تهیه کنه ببره مجلس، ارتش رو ارتش تخصصی بکنه، ارتش حرفه‌ای فنی بکنه. دنیا دنیای ارتش فنیه. وقت کسانی که جوان هستن 2 ماه 3 ماه تابستون همه جوان ها دیگه دختر پسر هم نداره آمادگی نظامی ببینن، چون برای دفاع از کشور همه باید آمادگی نظامی ببینن. دخترها میتونن آمادگی نظامی ببینن، اون ربطی نداره، نه سربازی اجباری. این صدی که درست شده که جوان ها به دیپلم رسیدن یا لیسانس میرسن فعلا برن به دنبال سربازی تا حل بشه برگردن، هم سنشون گذشته، تا اون زمان هم کار بهشون نمیدن، ازدواج نمیتونن بکنن، خیلی هم برمیگردن دیگه حال حوصله ادامه تحصیل نداره. خب اینا رو باید حل کردیم. ما چه لزومی داره که 2 سال ببریم بیگاری ازشون بکشیم، کارهایی بذاریم که نوعا بی ثمره. ارتش رو باید مدرن کنیم. ارتش از دنیای فانتوم، دنیای موشک، دنیای سلاح‌های پیشرفته، سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های لیزری، اصلا دیگه دنیای ارتش آماتوری نیست که ما جوان‌ها رو الله کنیم نگه داریم تو پادگان‌ها یا بفرستیم مثلا فرض فرمایید بعضی جاها که سابق من میدم حتی تو این اتوبوس ها میذارشون رو بلیز پاره کنن، نمیدونم کارای توی انتقابید بدیم به جوان های مردم معیوزشون کنیم. یعنی باید شناسایی کنیم عواملی که باعث میشه که جوان ها با آینده کشورشون، آینده ایران امیدوار بشن. فکر کنن ایران بهتر از ترکیه، ایران بهتر از آلمانه. باید جوان ما به این برسن که اینجا زندگیشون بهتر از مثلا استانبول تعمیم میشه که پاشون پولشون مردم اونجا. من حالا لزوما سوئیس نمیگم، نه، ما بگیم ما بهتر از ترکیه، بهتر از کره جنوبی کشور اداره میکنیم. من مالزی رو رفتم، حوزه مختلفش رو گشتم. کاری که آقای مهاتیر محمد انجام داده واقعا احیا کرده. اصلا مهاتیر محمد 1/100 سوابق فرهنگی علمی ما رو نداره. یه کشور واقعا پرتی بوده، ولی شما الان برید سر بزنید تنه به تنه یه کشورهای اروپایی داره میزنید. خب این کارو در همین 20 سال انجام شده. اینطور نبوده که از آسمان مثلا یه تعداد فرشته اومدن درست کردن. سیاست‌های درست آقای مهاتیر محمد مالزی را به کشورهای با اقتصاد پیشرفته با رفاه بالا تبدیل کرده. ما چه چیزی از مثلا مالزی کمتر داریم؟ من شما میبینم دلم بیشتر میسوزه و فکر میکنم که اگر فضای فراهم بشه این ایده ها میتونم یه جایی به منصه عمل برسونه. میشونم
آقای رهامی چند درصد احتمال داره که اصلاح طلب ها روی شما به اجماع برسن و مهمترین رقیبتون در اصلاح طلب ها به نظرتون کی هستش؟ من دقیقا نمیدونم چند درصد امکان داره، فعلا زوده، باید یکم حوصله کنید. البته در حال حاضر اینا که مطرح هستن تقریبا همسطحن، یعنی ما فعلا یک کسی که خیلی جلوتر باشه فعلا نداریم. البته اگر از اصلا آقا میمهد خب ایشون امکان اجماع بیشتر بود دیگه. بعد از اونم بعد جاهایی همین که دو روزه صحبت از من پخش شد راجع به ظریف، من نگفتم اصلاح طلب ها که الان اجماع کردن، عرض این بود که اگر ایشون بیاد امکان اجماع بیشتر هست به خاطر کاری که تو برجا انجام بده، نه اینکه ایشون مثلا این سیاست مداره خیلی مثلا حرفه داخلی هست، یک در واقع دیپلمات خیلی قوی هست آقای ظریف از این جهت. فعلا دوستایی که مطرح هستن اولا خیلی هاشون تردید دارن که بیان یا نیان، یعنی بعضی از دوستای ما تا الان صراحتا اعلام نظر نکردن تا من بتونم خودم با اونا مقایسه کنم. من فکر می‌کنم که در همین فاصله که تا ثبت نام داریم و مثلا تا اواخر اردیبهشت اول خرداد خیلی چیزا روشن میشه. ما شاید مثلا تو یکی دو هفته اگر مثلا جلسات بیشتری داریم و لابیای داریم با دوستان انجام میدیم، ممکنه فضا فراهم بشه و بتونیم مثلا مورد تایید مجموعه جریان اصلاحات باشیم. و در حال اینکه حالا جریان اصلاحات هم از اون حمایت کردنه که جامعه معتونمون مهمه دیگه، ما بیشتر چشمونه که آیا جامعه اولا حاضر شرکت کنه، اون آرای خاکستری منظورم، اون عقبه رای که اگر اونا بیان مثلا اصلاحات یا 70 درصد رای میبره، اونا رو آیا میتونیم که این فاصله بسیج کنیم بیاریم؟ بسیاری نگرانیم اونه. اگر اون جریان بیاد، هر کسی که در واقع تو جریان اصلاحات مورد تایید عمومی واقع بشه برنده خواهد شد، اما نیاد خب وقت رای پراکنده میشه. یکم من فکر میکنم با توجه به ابری بودن فضا، شاید بگیم محال بودن فضا، قضاوت کمی زوده. شاید ما مثلا یک دو هفته دیگه بتونم سریعتر صحبت کنم، شاید یک دو تا نشست مطبوعاتی هم تو همین یک دو هفته با مجموعه خبرگزاری ها و مطبوعات داشته باشم. و در اصولگرایان به نظرتون برنامه چطور پیش خواهد رفت؟ مهمترین گزینه اونها که خواهد بود و به نظرتون شما میتونید اون گزینه قوی رو شکست بدید یا نه؟ تا اینجا اون کسی که تا حدی اجماعشون هست اگر بیاد آقای رئیسی هست، اگر آقای رئیسی نیاد فعلا هیچ کسی اجماع نیست. من در این مصاحبه گفته بودم که اگر اصلاح طلب ها اجماع کنن به هر کسی از جمله روی بنده اگر داشون آمن، به اضافه این که آرای خاکستری رو بتونیم بیاریم وسط، یعنی شرایط مساعد بشه، احتمال این که ما بتونیم نفر اول اصولگرایان رو شکست بده وجود داره. در حال حاضر اگر ایشون از قوه قضاییه استعفا ندن، یعنی رهبری موافقت نکنه با استعفایشون، فعلا یه کسی که محلی اجماع باشه و بگیم که مثلا اون رأی اجماعی اصولگرایان رو داره الان وجود نداره. الان شما مصاحبه بعضی از دوستان که اخیراً مطرح کردن از طرف جریان اصولگرا، 7 نفر 8 نفر و در یکی از صحبتشون 10 نفر مطرح کردن. معلومه الان فرض فرمایید که کمتر از یک ماه مونده به ثبت نام، 2 نفر 3 نفر نرسیدن، به 10 نفر رسیدن. جمع کردن 10 نفر و رسوندن به 2-3 نفر کار خیلی سختیه. بنابراین وضع در اردوگاه اصولگرایان چندان گرمتر و بهتر از وضع ما نیست. شرایط عمومی کشور شامل ها رو اونا میشه، منتها اونا چون دسترسی به تلویزیون دارن، دسترسی به رسانه های عمومی تری دارن، گاهی امکانات دولتی هم به لحاظ جایگاهی که دارن، مسئولیت هایی دارن، کمکشون میکنه که به عنوان مسئول اون دستگاهشون جایی که هستن اونا سرکشی نمیدونن میدانی به غیر استفاده کنن، سر صداشون گاهی بلندتر از ماست، ولی وضعشون به لحاظ رأیی به نظر من خیلی بهتر از وضعیت ما نیست. آقای رهامی برای در انتخابات آینده برای شما آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که انتخابات 1400 موفق و پیروز باشید. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید. متشکرم، خیلی ممنونم. روز سلامت باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار. شبتون بخیر. از همه دوستانم که اومدن به جمع ما پیوستن، ازم تشکر میکنم. شب همگی بخیر ان شاء الله. لطفاً این لایو رو سیو کنید. زمانی که لایو رو میبندید از شما میپرسه که این رو سیو کنید. لطفاً سیو کنید. خدا نگهدار. نه خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.